بفهمید لایف رفت. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر رو با هم دیگر آغاز میکنیم. در شروع جلسه من سخنرانان و موضوع سخنرانی رو خدمت شما ارائه میکنم. جناب آقای رضا شایگان با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در شهریور ماه 1401، آقای سیاوش نوروزی بررسی هدف 8 از اهداف سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آقای عبدالمجید بازداران فعالین کارگری در ایران، آقای رضا حاتمی با موضوع خودکشی و آقای بهنام شیر محمدی روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام. موضوع بحث آزاد ما فقر، حق امنیت کار. دعوت میکنم از سخنران اول جناب آقای رضا شایگان با گزارش و تحلیل موارد نقض. آقای شایگان، ما در اختیار شماست، گزارش و تحلیل شما رو گوش میکنیم. بله، درود و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز. ابتدا عذرخواهی میکنم به خاطر گرفتگی صدام، یکم ناخوشم، ولی سعی میکنم که کار رو به خوبی انجام بدم. پیش از اینکه گزارش نقض رو بخونم، اجازه میخوام که یک مرور کوتاهی بر این یکی دو هفته گذشته که در کشورمون چه اتفاقاتی روی داده لازم دونستم که بگم. از شما اجازه میخوام که به هم این اجازه رو بدین که این مورد رو یادآوری کنم. همونطوری که هممون میدونیم، مهسا امینی ناجوانمردانه کشته شد، به قتل رسید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ولی صدای مهسا و خون مهسا دامن جمهوری اسلامی شد و خواهد شد. در سراسر ایران، نه در سراسر جهان، در چهار گوشه جهان در حال حاضر همدارن از جنبشی که توسط زنان ایران، زنان شجاع ایران به وقوع پیوسته صحبت میکنن، شعار بسیار بسیار جامع و کامل زن زندگی آزادی، که واقعا باعث حیرت خیلی از کنشگران حتی حقوق زنان هم شده. این نشون دهنده اینه که ما ایرانی ها چقدر میتونیم تأثیرگذار باشیم در جامعه جهانی با وجود تمام محدودیت ها. در چند روز گذشته حتی ما شاهد بودیم که رژیم دست به کشتار وحشتناک در منطقه سیستان بلوچستان زده. نمازگزارانی که اونجا داشتن نماز میخوندن بدون هیچ سلاحی، بدون هیچ اصلا لازم نبود که بخواد این اتفاق بیفته، ولی تعداد زیادی از هموطنان بلوچ رو کشتن، تعداد زیادی از هموطنان رو دستگیر کردن. از یک خواننده بگیریم تا یک فوتبالیست، همه بازداشت شدن. چرا؟ جمهوری اسلامی از چی میترسه؟ آیا خودش رو به حق نمیدونه؟ پس چرا داره صدای مردم ایران رو میخواد خفه کنه؟ دسترسی به اینترنت رو برای چی محدود میکنه؟ آیا خودش رو مگه نمیگه که من به حقم؟ چرا الان خودش رو اینقدر داره به در و دیوار، به قول معروف، به قول خودم، اگر من اینجوری عامیانه صحبت میکنم منو ببخشین، چون واقعا عصبانی ام، خودش رو به در دیوار میزنه که حفظ کنه بقای خودش رو. به چه قیمتی؟ به قیمت ریختن خون انسانهای بیگناه. برای چی؟ تا چقدر؟ 43 سال کشتار و شکنجه و اعدام و نقض کامل حقوق بشر آیا کافی نیست؟ جامعه جهانی امروز باید تصمیم بگیره که آیا با مردم ایرانه یا در مقابل مردم ایرانه. ما به عنوان شهروندان ایرانی انتظار داریم از جامعه جهانی
که در کنار مردم بایسته. ممنونم که به حرفان گوش دادیم. اما میپردازم به اخبار و گزارش نقص. با این خبر شروع میکنم که 60 تن از کارگران روغن نباتی جهان از کار اخراج شدند. به گفته کارگران روغن نباتی جهان، مدیران این کارخانه از 1 شهریور 1401 از ورود حدود 60 تن از کارگران به کارخانه جلوگیری کردند. این کارگران با میانگین سابقه کار 15 ساله و پس از اتمام قراردادهای 1 اخراج شدند. کارفرما هیچ اعتنایی به درخواست بازگشت به کار کارگران نداشته و میگوید برای کاهش هزینه های کارخانه ناچار به اخراج کارگران است. تنها در حال حاضر تنها 25 کارگر در این کارخانه مشغول به کار می باشند. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 حق امنیت کار. خبر بعدی 10 خودکشی کارگران معیشتی، اخراج از کار و تأخیر در پرداخت دستمزدها اصلی ترین صدای من دارین دوستان؟ بله آقای شایگان، صدای شما رو بازار داریم. یه ذره اینترنت انگار زنگ بسیار خواهش. بله، بحران معیشتی، اخراج از کار و تأخیر در پرداخت دستمزدها اصلی ترین دلایل اقدام به خودکشی کارگران است. در 3 گذشته بیش از ده کارگر اقدام به خودکشی منجر به مرگ داشتند. 10 مورد خودکشی کارگران در کمتر از 3 نشان دهنده اوج فشارهای اقتصادی بر این قشر جامعه می باشد. سایر اقشار جامعه نیست متأثر از این سیاست‌های اقتصادی هستند. تنها در کمتر از 1 4 جوان در استان کردستان اقدام به خودکشی منجر به مرگ کردند. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 23 حق امنیت کار، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. خبر بعدی بیکاری 64% از جمعیت فعال کشور. بیکاری در کشور به وضعیت بحرانی رسید. در حال حاضر تعداد کل بیکاران کشور نزدیک به 2.5 میلیون می باشد. فارغ التحصیلان بیکار در این آمار نزدیک به 1 میلیون نفر می باشند. بنابر آمار منتشر 64% از جمعیت فعال کشور بیکار است. نرخ بیکاری ایران را در سال 2021 بالغ بر 11.5% برآورد کرده. این درصد از آمارهای منتشر توسط مقامات دولتی بالاتر است. این خبر مغایرت دارد با بند 12 اصل 3 قانون اساسی کشور که دولت را موظف می‌کند بر پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه. همچنین مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 23 حق امنیت کار. زخمی شدن 4 کولبر با شلیک ماموران در 1 نیروهای هنگ مرزی در 3 با شلیک مستقیم 4 کولبر را به شدت زخمی کردند. هویت این شهروندان ایوب مولوی اهل پاوه، کریم رسولی اهل بانه، محسن بدون نام خانوادگی اهل سقز و رضا حسنی اهل سقز عنوان شده است. بنابر آمار منتشره در ماه میلادی آگوست حداقل 30 کولبر و کاسبکار کشته و زخمی شدند. در این ماه 7 کولبر و کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی و سپاه پاسداران کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. 3 تن از آنها کودک کولبر بودند. این خبر مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی و ماده 23 حق امنیت شغلی. و خبر آخر این که
بازداشت نمایندگان کارمندان، بازداشت نمایندگان کارمندان رسمی صنعت نفت در تهران. کارمندان رسمی صنعت نفت در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان در واحدهای عملیاتی و مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات طبق فراخوان از پیش اعلام شده برگزار شد. نیروهای امنیتی از صبح روز 12 شهریور 1401 با حضور در مقابل ساختمان وزارت نفت تلاش کردند که از برگزاری تجمع جلوگیری کنند. گزارش‌هایی از بازداشت عده‌ای تجمع کنندگان مخابره شده است. این خبر مغایرت دارد با اصل 72 اصل 27 قانون اساسی که در آن برگزاری تجمع و راهپیمایی بدون حمل سلاح را برای شهروندان مجاز دانست و همینطور اصل 32 قانون اساسی که بازداشت بدون حکم را غیرقانونی می‌داند. همچنین مغایرت دارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 حق آزادی بیان، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. من سخن رو کوتاه می‌کنم. خبرهایی که خیلی زیاد بود، من یه چند تایشو فقط انتخاب کنم و بخونم. امیدوارم که تونسته باشم یه بخش کوچیکی رو انجام داده باشم و ممنون که تا این لحظه با هم راه بودیم. سپاسگزارم از شما جناب آقای شایگان بابت گزارش و تحلیلی که انجام دادید. از دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید ممنون میشیم در بحث ها مشارکت داشته باشید. سپاس آقای شایگان. جناب آقای گلستانجوی گرامی، مایک در اختیار شما است. جناب بفرمایید. سپاس از درود بر همگی و سپاس از شما جناب افشارزاده عزیز. خب خبرها رو همه دوستان میدونن، جناب شایگان هم بخشش رای داد. فقط یه موضوعی رو من امروز بهش برخورد کردم که یک روز کشتار جمعیتی که در استان سیستان بلوچستان در زاهدان اتفاق افتاد و 42 نفر رو اعلام کردن که کشته شدن، که واقعا اصلا نمیدونم این دولت میخواد به کجا پیش بره. فکر میکنم روز چهارشنبه یه جلسه رو آقای رئیسی برگزار کرده بود، یعنی جلسه سخنرانی دو نفره با یه مجری برگزار کرده بود که در انتهاش در رابطه با وضعیت روز صحبت شد و ایشون گفتش که من خیلی مشتاق بوده و هستم که مراکزی برگزار بشه، افراد بتونن صحبت بکنن. مثلا در کجا، مثلا در دانشگاه ها، در مراکز دیگه، مراکز آموزشی. خب متاسفانه مجری حالا یا جرئت نمی‌کنه حرف بزنه یا اولا کسی وجود نداره جلوی این آقا صحبت بکنه، اینکه یا مثلا دانشگاه که مردم عادی نمیدونن بیان حرف بزنن، که اول دانشجو بخشی صحبت میکنن، بقیه مردم کجا بیان صحبت بکنن؟ بعد تازه الان که مردم دارن صحبت میکنن، حالا خیلی شفاف و روان دارن حرف میزنن، این چه نوع برخورده که عملا میگفتش که مثلا آخوندان یه خوله دست به حرفیشون خیلی عالیه، خیلی قشنگ میتونن ببافن موضوع مختلف نامربوط رو به هم و جواب بدن. گوش که آره اینا اختشاش با اعتراض متفاوته و الان این تعداد اندکی که هستن به عنوان اختشاش دارن میکنن با اعتراض متفاوته و عملا برای خیلی دوستشم که حالا این مجری بپرسه که آه شما میگید مراکز، حالا شما همین الان برای مردم عادی یه مرکزی رو ببین که با شما صحبت بکنن، که خب متاسفانه اونم حالا میگم یا میترسید یا که قرار نبود حرف بزنه عملا صحبتی نکرد. ولی واقعیت اینه که قرار نیست، یعنی نبوده و نیست که دولت گوش به حرف مردم بده. این اصلا یه چیزی نیست که توی مغز این جماعت بگنجه که مردم خواسته‌ای دارن و حالا مرکزی باشه. اون آقای خامنه‌ای یا اون یکی قبلیش که بود عملا ولی قرار بود حرف بزنه توی حسینیه بود و سلام، اونم معلوم بود که کیا میان باش حرف بزنه. عملا مردم با دولتی روبرو هستن که گوش شنوایی براشون نداره و تنها با فکر میکنم، حالا اگه نخوام من بگم ارائه راه بدم، با همین مبارزه‌ای که راه انداختن تنها راه نجات اینه که
مردم بتونن حرف خودشون رو کرسی بشونن و عملا حکومتی داشته باشن که مردمی باشه و گوش به حرف مردم بده. ممنونم از شما جناب افروزی. من آزاد. ممنون از شما جناب آقای گلستان جو. این موارد کاملا درسته. خودم امروز چند تا ویدیو دیدم از این که این روحانی ها چجوری مطالب رو در هم ادغام میکنه و به یه نتایجی میرسن که اصلا ربطی به اون بحث اول نداره. یعنی یه کتاب هست اسمش یادم نمیاد، تو کتابخونه کانونم گذاشتم کتابو. در اون کتاب میخونیم نوشته که وقتی که نون در نفهمیدنه، حالا بیان کلی به تو توضیح بدن، کلی بهت آموزش بدن، کلی مستندات برات رو کنن، ولی اگه بخوای متوجه بشی از نون خوردن میفتی، از اینکه درآمدی داری ولی کاری انجام نمیدی. و حالا هر چقدر اینا بخواید صحبت کنن، به قول شما اصلا مرکزی نیست که مردم بتونن، حالا اگه جایی هم درست کنن همونجوری که شما فرمودین، حالا موجی نتونه صحبت کنه، چقدر اون مرکز امنه که مردم نترسن و حرفشون رو بگن. و مطمئنم با این حکومتی که الان وجود داره اصلا امکانش وجود نداره، چون معلوم نیست اصلا از اونجا بیای بیرون یا نیای بیرون. سپاسگزارم از شما جناب آقای گلستانجوی گرامی و تشکر از آقای رضا شایگان. خب سخنران بعد جناب آقای سیاوش نوروزی، بررسی هدف 8 از اهداف سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. آقای نوروزی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام خدمت همگی دوستان، در ابتدا مطابق با دستور کار هدف 8 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف 8 عبارت است از توسعه و رشد اقتصادی پایدار جامعه، استخدام کامل و بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان و مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شهر. 1. حفظ و تداوم رشد سرانه اقتصادی بر مبنای شرایط ملی، به ویژه ارتقای رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 7% در سال و در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی. 2. دستیابی به سطوح بالاتر بهره‌وری اقتصادی از طریق ایجاد تنوع، تولید محصولات جدید یا ایجاد فعالیت‌های تجاری نوین و استفاده از فناوری‌های بروز شده و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر بخش‌های دارای ارزش افزوده بالا که از نظر کاری و یا اشتغال نیروی انسانی پرفشار هستند. 3. ترویج سیاست‌های توسعه محور که در حمایت از فعالیت‌های سودآور تولید، اشتغال شرافتمندان، کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری تدوین شدن، به ویژه از طریق دسترسی به خدمات مالی موجب شکل‌گیری رشد فعالیت‌های تجاری خرد، کوچک و متوسط میشن. 4. بهبود تدریجی کارایی منابع جهانی در حوزه تولید و مصرف و تلاش برای جداسازی رشد اقتصادی از تخریب زیست محیطی در راستای چارچوب برنامه 10 ساله مصرف تولید پایدار در سایه رهبری کشورهای توسعه یافته تا سال 2030. 5. دستیابی برای اشتغال شرافتمندانه کامل سودآور برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان، و همچنین تحقق پرداخت‌های یکسان مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. 6. کاهش قابل ملاحظه تعداد جوانان بیکار دورمانده از تحصیل و یا هر گونه آموزش تا سال 2030. 7. اقدام فوری و مؤثر برای ریشه‌کنی کار اجباری، پایان دادن به بردهداری نوین و قاچاق انسان و ریشه‌کنی و ممانعت از بکار گرفتن کودکان به بدترین اشکال، از جمله استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز، و در نهایت پایان دادن به همه اشکال کار کودکان تا سال 2030. 8. حمایت از حقوق کار و ترویج فضای کار امن و سالم برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، به ویژه زنان مهاجر و افرادی که مشاغل خطرناک اشتغال دارند. رشد اقتصادی به بیانی ساده عبارت است از افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای تولید کالا و خدمات طی یک دوره زمانی معین. اهمیت هدف 8
از آنجایی است که تحقق سایر اهداف توسعه پایدار به طور مستقیم در گروه تحقق این هدف می باشد، کاهش رشد اقتصادی عوارض مختلفی در پی خواهد داشت که مهمترین آنها افزایش نرخ بیکاری، کاهش درآمد سالانه و درآمدهای دولت و افزایش فاصله با سایر کشور است. از طرف دیگر رشد اقتصادی پایدار نباید به زیان محیط زیست باشد. به همین دلیل است که هدف 8 جدا شدن رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست را مورد تاکید قرار می‌دهد. رشد اقتصادی و بیکاری رابطه مستقیمی دارند. طبق آمار موجود بیش از 200 میلیون نفر در سراسر جهان به ویژه جوانان بیکار هستند. اشتغال و رشد اقتصادی نقش مهمی در مبارزه با فقر دارد. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع شده است. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق برخورداری از شرایط کاری مناسب و مطلوب را مورد تاکید قرار می‌دهد. طبق این ماده هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خیش را انتخاب کند. شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خیش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری باشد. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید و هر کسی که کار میکنه سزاوار دریافتی پاداش منصفانه و مطلوب برای تامین خیش و خانواده خیش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای محافظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیه صنفی بپیوندد. میپردازیم به مقایسه این هدف با قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل 28 قانون اساسی ایران نیز میگوید که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگرانی است برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیازهای جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد نماید. همچنین طبق اصل 29 برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و حوادث سوانه و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی از همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی، درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را به یک یک افراد کشور تامین کند. اصل 26 نیز به آزادی سندیکاها اشاره می‌کند و می‌گوید که احزاب جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند و مشروط به این که اصول جمهوری اسلامی را نقض نکند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. علاوه بر این در کنوانسیون های بین المللی به ممنوعیت بردهداری، کار اجباری و قاچاق افراد نیز اشاره شده. این که مناسب است تا بند 5 از هدف 8 را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داده و وضعیت آن را در ایران بپردازیم. دستیابی و اشتغال شرافتمندانه کامل و سودآور برای همه زنان و مردان، از جمله برای جوانان و معلولان، همچنین تحقق پرداخت‌های مساوی برای فعالیت‌های کاری دارای ارزش یکسان تا سال 2030. سالیان سال است که زنان دوشادوش و مردان در جامعه نقشی پررنگ بر عهده دارند و توانستن در دنیای شغل و فعالیت با تاثیرگذاری بر رشد توسعه اقتصادی جایگاه مطمئنی در سراسر دنیا برای خود ایجاد کنند. هرچند زنان نیز برای ورود به عرصه کار و رفع نیازهای مادی خود مجبور به تن دادن به نابرابری های شغلی چون دریافت دستمزد پایین تر بودن و همین هم باعث گذشت زمان و رویه ای عادی تبدیل شده است. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتری به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیل کرده در جامعه هستیم، این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده. همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی می کند.
بسیاری از این زن ها سرپرست خانواده ها هستن و متاسفانه باید با درصد قابل توجهی دستمزد کمتر یک تن خانواده را بچرخانن و در کنار آنها به وظایف مادری خود نیز برسن. در بسیاری از موارد زنان با مجموعی از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه در بیشتر جواب مواقع و معاش خود را نیز محدود می کند و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی در زندگی آنها می شود. با وجود اینکه زنان بیش از 50% فارغ التحصیل دانشگاه را تشکیل می دهند، میزان بیکاری در میان زنان حدود 2 برابر بیکاری در میان مردان است. قانون اساسی در اصول خود به موضوع اقتصادی و اشتغال پرداخته و در اصل 20 و 28 قانون اساسی اعلام می‌دارد اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت هم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 28 قانون اساسی هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگرانی است برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احضار مشاغل ایجاد نماید. خشونت‌های جنسیت محوری است که زنان در محل کار با آن مواجه می‌شوند. این خشونت‌ها باعث می شود که زنان مایل نباشند در محیط های جدید مشغول به کار شوند یا دستمزد پایین رضایت بدهند، اما در جایی که احساس امنیتی بیشتری دارند کار کنند. مجموعه این عوامل باعث می شود که زنان یا به اندرونی ها رانده شوند یا به ایفای نقش سنتی خانه‌داری و مادری بسنده کنند یا جذب مشاغل اقتصاد غیر رسمی شوند یا در نهایت در صورت داشتن شغل مناسب به دستمزد مزایای نابرابر تندند. تمامی این پیامدها که برای یک بستر تبعیض‌آمیز جنسیتی است خود میتوان به بازتولید نابرابری ها جنسیتی ایجاد و نابرابری های جدید منجر شد. در کل میتوان گفت صورتبندی مسئله کماکان ثابت و تا حدی تکراریه. مرد سالاری نظام اقتصادی حاکم در این مقوله در راستای هم عمل کرده و یکدیگر را تقویت میکنه. و در پایان تسلیت میگم به همه تمام هموطنان هم به خاطر این چند روز که میبینیم کشورمون از مردمش اصلا حالشون خوب نیست و امیدوارم که این روزا رو بتونیم همه دست به دست هم بدیم و کشورمون رو پس بگیریم. ممنونم از این وقتی که به من دادید. سپاسگزارم از شما جناب آقای نوروزی. آمین فقط این دعای زیبا با امیدواریم این اتفاق بیفته و هرچی زودتر این اتفاق بیفته. ما با خشونت موافق نیستیم، ولی خب وقتی یه حکومتی فقط زبان زور رو میفهمه مردم هم مجبور به اعتراض میشن، مجبور به دفاع مشروع میشن. با امیدواریم این بازه زمانی رد بشه و آرامش به مردم و کشورمون برگرده. از دوستان و همکاران گرامی اگر مایل به صحبت هستید ما میتونیم مایک رو در اختیار شما قرار بدیم. سپاس آقای نوروزی. دعوت میکنم از سخنران و جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع فعالین کارگری در ایران. آقای بازداران اگر تشریف دارید لطفا اعلام بفرمایید. بله حتما. جناب آقای رضا حاتمی با موضوع خودکشی. آقای حاتمی ما در اختیار شماست، بفرمایید. صدای بنده رو دارین؟ بله واضح. من عذرخواهی میکنم یک مقدار صدام گرفته به دلیل شعارهایی که دادیم امروز. درود خدمت همگی دوستان. درباره سابقه تاریخی خودکشی کارگران در ایران در ابتدا باید بگم از 2 هفته گذشته به تدریج شاهد پیدایش این پدیده و طرح آن در افکار عمومی است. این در حالی است که طبقه کارگر به لحاظ جایگاهش در اقتصاد سرمایه‌داری ایران و نیز به لحاظ مبارزات گسترده و بعضن رادیکال کارگری
از وزن بی سابقه در اقتصاد و سیاست برخوردار شده است. واضح است که در ایران به دلیل فقدان آمارهای دقیق و قابل اعتماد و این حقیقت که بخشی از خودکشی ها کلن گزارش نمی شوند، آمارهای واقعی زیاد دقیق نیست. می توان گفت که در ایران سالانه 1,200,000 نفر به خودکشی فکر می کنند. به اینها نیز باید افزود که از بین 30 عامل مؤثر مرگ و میر در جهان، خودکشی در مرتبه 15 قرار دارد و نیز میزان خودکشی ها در 45 سال گذشته تا کنون 60% افزایش یافته است. روانشناسان و جامعه شناسان نظام موجود در توضیح علل خودکشی ها عموماً به اختلالات روانی و ناامیدی از رفع مشکلاتی که فرد را محاصره کرده اند و ناهنجاری های اجتماعی و فشارهای اقتصادی اشاره می کنند. اینها قطعاً دلایلی هستند که کارگران را به سوی خودکشی سوق می دهند. اختلالات روانی و پریشانی ها و رنج های وارد شده بر کارگران که همانا کلیت شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مملو از محرومیت و تبعیض و ستم و خشونت است. عوامل مهم خودکشی در بین کارگران محسوب می شود. همچنین همه مصائب اجتماعی از سقوط استانداردهای زندگی و افزایش ساعات کار شاغلین توأم با افزایش بیکاری ها و کاهش حقوق اجتماعی و محدودیت آزادی ها گرفته تا افزایش یأس و سرخوردگی و رواج انواع ناامیدی به آینده در ایران و تا فقر و فلاکت و نداشتن حق و حقوق و ناامنی و سرکوب و استبداد، اینا رو میتونیم در واقع عوامل این اتفاق نامید. موارد آزار و اذیت در محیط کار از سوی مدیران و کارفرمایان به خصوص بر علیه کارگران زن موردی است که از آن آمار و اطلاع دقیقی در دسترس نیست، اما گزارش های تایید نشده و غیر رسمی وجود داره که بر اساس اونا در مواردی نیروی کار به دلیل نداشتن امنیت در محیط کار به مرحله اقدام به خودکشی رسید. تعداد آمار خودکشی در میان زنان کارگر بیشتر از مردان است که متاسفانه آمار آنها رسانه‌ای نمیشه و مسکوت میمونه. همچنین در طبقات اجتماعی فرودست‌تر معمولا اقدام به خودکشی کارگران بیشتر است. توجه به پدیده خودکشی کارگران از زمانی که رسانه‌ها و فعالان کارگری خبر از اقدام به خودکشی و خودسوزی چند کارگر در سال 1397 در زمان بحران حقوق‌های معوقه در شرکت نیشکر هفت‌تپه به خبر دادن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. همچنین دو مورد اخبار خودکشی در مناطق غربی و مرکزی کشور از طرف سرپرست خانوار که قبل از خودکشی پدر خانواده تمام اعضای خانواده رو در واقع خودش به قتل رسونده بود جریحه دار شد. افکار عمومی و افزایش توجه نسبت به این پدیده سهم بسزایی داشت. بسیار از این اتفاقات را به طور روزانه میشنویم و این هم به نسبت گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده. البته خودکشی کارگران در ایران بیش از مسئله خدمات دولتی و یا فشار کار بر اساس مطالعات صورت گرفته ریشه اقتصادی داره. محمد عطارودیان نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی با تایید این مطلب عنوان کرده بود بحث خودکشی و افزایش آمار آن البته منحصر به کارگران نیست. در دهه گذشته شاهد افزایش آمار خودکشی حتی میان کارفرمایان هم نیز بودیم. مسائلی مثل عدم وصول مطالبات، دسترسی کاری، ورشکستگی از جمله عواملیه که باعث افزایش قابل ملاحظه آمار خودکشی بوده که بیشتر مبنای اقتصادی داشته است.
خودکشی کارفرمایان نیز نتیجه بی‌نظمی قوانین اقتصادی در کشور و فاسد بودن اجرای قوانین از ریشه می باشد. در جامعه‌ای که امنیت شغلی و اقتصادی معنایی ندارد، آرامش و زندگی سالم جای خود را به فقر، افزایش دزدی، هنجارهای اجتماعی و از همه بیشتر خودکشی می دهد. کلیه اجزای این حکومت و سیاست در عمل از قانونهای ضد کارگری پیروی می کنند. از محرومیت‌های کارگاه‌های زیر 10 نفر و مناطق آزاد تجاری، دستمزدهای زیر خط فقر و عدم پرداخت و سرقت دستمزدها و مزایای مربوطه توسط کارفرمایان گرفته تا موقتی شدن 90 درصد مشاغل و شیوع قراردادهای کوتاه مدت و سفید امضا و تمدید نشدن آنها یا اجبار چند شغله شدن برای تأمین معاش از یک سو و بیکارسازی و بیکاری گسترده از سوی دیگر تا تورم‌های فزاینده اقلام مورد نیاز خانواده‌های کارگری و سکوت ببخشید و سقوط ارزش ریالی همین دستمزدهای ناچیز تا استثمار مضاعف زنان و کودکان کار و تا کشتار کولبران و سوختبران و رشد فزاینده حاشیه نشینی و زندگی در فقدان امکانات سلامت و بهداشت، همه و همه سازنده شرایط واقعی زندگی اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان است. شرایطی که نشان از ستم طبقاتی حکومتیان و سرمایه‌داران علیه کارگران دارد. بر بستر این شرایط است که به دلیل فقر و نداری و بی‌امکانی و نیز استیصال مربوطه کارگر به سمت خودکشی سوق داده می‌شود. اما همه می‌دانند و کارگران بهتر از همه می‌دانند که پاسخ فقر و نداری و بی‌امکانی استیصال و خودکشی نیست. پاسخ این شرایط غیر انسانی مبارزه متعهد و مستقل و سازمان یافته طبقه کارگر برای تحمیل مطالباتشان به سرمایه داران و حکومتیان است. تاریخ نظام سرمایه‌داری در جهان و در رژیم‌های سلطنتی و اسلامی در ایران سرشار از مبارزات قدرتمند کارگری است که این قشر با هم یک پارچه شوند و با تمام قوا حق خود را بگیرند. مبارزاتی که اگرچه در جهان با دستاوردهای بزرگ و شورانگیزی همراه است، در ایران اما توسط هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی به طور سیستماتیک سرکوب شده و پیدایش سازمان‌های مستقل و مؤثر کارگری ممانعت شده است. این سازمان ها تنها تکیه‌گاه و تنها سلاح مبارزاتی و تنها امید طبقه کارگر به هنگام مقابله با حس استیصال در مواجهه با فقر و نداری هستند. در فقدان این سازمان های مستقل کارگری است که کارگر تنها مانده و بیکس در برابر آوار فقر و نداری به پایان بخشیدن به زندگی خیش واداشته می شود. در تجمعات اعتراضی کارگران مشاهده می‌کنیم به همراه سرکوب مستقیم مبارزات کارگری، فعالین کارگری را منظماً با اذیت و آزار و اخراج و بازداشت و حتی شکنجه و حبس‌های طولانی و وثیقه‌های سنگین و قطع ارتباطشان با محیط‌های کار روبرو می‌کنند. طبقه سرمایه‌دارهای حکومتی ایران با اتکا به استبداد جمهوری اسلامی طبقه کارگر را تحت ستم و سختی قرار داده است. طبقه کارگر از یک سو زیر بار نهایت ستم اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر هر تلاش وی برای بهبود زندگیش با سرکوب و دیوار بلند استبداد مواجه می شود. در 3 ماهه اخیر شاهد مرگ بسیاری از کارگران به دست نیروهای مرزی یا حوادث در کار و فقدان ایمنی بودی. سالانه 800 کارگر جان خود را به دلیل قصور کارفرمایان، شلیک نیروهای مرزی یا خودکشی از دست می‌دهند. از طرفی خودکشی حدود 20 کارگر در نقاط مختلف کشور تایید شده است که از طریق
آویز کردن خود از طناب دار، خوردن قرص و حتی خودسوزی به علتهایی چون اخراج از محل کار، مشکلات معیشتی و بدهی مالی و هزاران دلیل دیگری که ممکنه وجود داشته باشه عنوان شده است. کارگران همیشه شریفترین قشر جامعه بوده و هستند و ستونهای اصلی رونق و تولید کشور به حساب می آیند. اما رژیم ایران سرنوشت این کارگران را جوری رقم زده که برای این قشر تا بوده تنگ دستی و محرومیت از داشتن یک زندگی خوب و نرمال بوده است. در یک سال اخیر است که ما اخبار خودکشی کارگران را می شنویم، اما این اتفاقات همیشه در حال رخ دادن بوده و صدای بسیاری از آنها به گوش ما نمی رسیده. مشکلاتی که کارگران با آنها سر و کار دارند، هم از مشکلات مسکن و سرپناه که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم حق هر فرد است، مشکلات معیشتی که از گذشته وجود داشته و در سالهای اخیر بدتر و بدتر می شد، شرمنده شدن پدرانی که نمی توانند زندگی خوبی برای خانواده خود فراهم کنند و شبها دست خالی به خانه می روند، عملی نشدن برنامه های دولت برای این قشر، بام هایی که هیچ زخمی را از کارگران دوا نمی کند و برای همان بام های ناچیز چقدر باید تلاش کنند و اعتصاب و وقت خودشون رو بگذرونند. نداشتن بیمه های تکمیلی سلامت و بیمه های دیگر، بدخلی کارفرمایان، همه و همه اثرات روانی بر این قشر رو شدیدتر کرده. در نهایت با اعتراضات و تجمع همکاری که از پیش نمی رود و سرکوب و بازداشت و جریمه نقدی همراه دارد. در نتیجه تمام این فشارها کارگر چاره‌ای جز پایان دادن به زندگی خود ندارد. خیلی سخت است بخواهی چشمت را بر خانواده و فرزند خود ببندی و دست به خودکشی بزنی. چند نمونه از خودکشی های چند ماه اخیر رو خدمتتون عرض میکنم. 18 مرداد خبر خودکشی محمد منصوری و علی محمد کریمی، دو کارگر در استان ایلام منتشر شد و پس از آن رسانه ها خبر دادند که عرفان بکری 28 ساله و ساکن ایلام روز 22 مرداد پس از اخراج از کار خود را حلق‌آویز کرد. یکی از دلخراش‌ترین حوادث کار روز 21 مرداد رخ داده و آتش سوزی دو مخزن قیر در کارگاه ذوب قیر در اسلام شهر باعث مرگ یک کارگر 18 ساله شده. همچنین دو کارگر شاغل در یک واحد نانوایی در روستای خومزار شهرستان ممسنی به دلایل معیشتی با خوردن قرص برنج اقدام به خودکشی کردند. به امید روزی که کارگران این قشر شریف و زحمتکش جامعه ایران آنطور که لایقش هستند طعم زندگی خوب و نتیجه زحمات بی‌شائبه‌شون رو بچشن. به امید ایرانی تازه با تلاش مردم عزیزمون در همه جای جهان. همین، سپاس از اینکه وقت رو به من دادین. بازم من عذرخواهی میکنم، یک مقدار صدام گرفته بود. متشکرم از شما جناب آقای حاتمی بابت موضوع تلخی که انتخاب کرده بودید، ولی واقعی بود. متاسفانه تو این چند سال بعد از این بحران معیشتی که به وجود اومده و در حال حاضر هم وجود داره، نرخ خودکشی بسیار بالا رفته و فشار اولیه هم برای اون قشری میاد که ضعیف‌تره. اون قشری که ضعیف‌تره و اون قشری جز اون قشری هم هست که بیشتر هم کار میکنه، یعنی کارگران نسبت به اون کاری که انجام میدن مزد برابر دریافت نمیکنن و همیشه در تنگنا و سختی زندگی میکنن. حتی اون زمان که یاد کرونا سال 99 کش رو افتاده بود، اون کودکانی که تبلت نداشتن خودکشی کردن. 11 مورد بود فقط سال 99، فقط به خاطر اون فقری که وجود داشت و نتونسته بودن اون تبلت رو، اون دستگاه مجازی رو درست تهیه کنن، انجام داده بود. و حتی در گزارش سالانه سایت هرانا هم که ما نگاه کنیم، فقط در یک بازه 40 روزه 11 مورد خودکشی
فقط برای کارگران داریم. حالا اون کسان دیگه حالا به دلیل مثلا چه میدونم شخصی عاطفی مشکل داشتن اونا رو ما حالا کار نداریم، ولی باید بگی اینو خاطر نشان کنم، جمعیت امام علی که حالا حکومت همیشه براش داستان درست میکنه و داره سرکوبش میکنه، یکی از اون جمعیت ها بود که با هزینه خودشون مشاور داشتن و اون کسایی که احساس میشد که نیاز دارن به مشاوره نه با تماس تلفنی، بلکه مشاور رو نزدیکترین مشاور رو میفرستادن پیش اون فرد که بخواد این کار رو انجام بده. و میتونم بگم در سال 1400 فقط 700 مورد در تهران مشاوره داشتن، کسایی که قصدشو داشتن، قرص برنجشو تهیه کرده بودن، تنابش آماده کرده بودن و جز برنامه‌های 10 ساله جمعیت امام علی بود که مشاوره برای خودکشی رو ادامه بدن با هزینه خودشون، که متاسفانه حکومت اجازه نداد و این نهاد رو حذف کرد. از دوستان و همکاران گرامی، جناب آقای گلستان جو، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس از شما جناب افشارزاده. خب مواردی رو همکاران جناب آتمی توضیح دادن که جای تأسف داره، ولی هر وقت که صحبت از کارگر میشه واقعا دل من به درد میاد. ما دو نوع کارگر میتونیم بگیم داریم توی کشورها، یعنی تو هر جامعه، یکی کارگرهایی که روزمزد هستن و اولا اون روزی رو کار میکنن بعد مزدشو دریافت کنن، و نوع دیگرش کارگرهایی هستن که در مراکز خصوصی یا دولتی دارن کار میکنن و حالا یا قرارداد موقت دارن یا دائم، ولی خب به عنوان کارگر هستن. ولی برای من این موضوع مطرحه که واقعا به این دولتی که خودش رو اسلامی میدونه بگم شرم بر تو باد که در قانون اساسی خودت عنوان کردی اصل سوم بند دوازدهمش که اقتصاد رو چطوری برنامه ریزی کنی، پیریزی کنی که به صورت صحیح و عادلانه باشه طبق ضوابط اسلامی که ایجاد رفاه بشه و رفع فقر بشه در جامعه، که میخوام بهت بگم تویی که دولت اسلامی خودت رو میدونی، خودمون پیامبری که تو بهش اعتقاد داری گفته که عرق اون کارگر قبل از اینکه خشک بشه باید دست مزدش رو بدی. حالا تو چجوری این اقتصاد رو پایه‌ریزی میکنی که نه تو میتونی جواب کارگر رو بدی، نه اون کار فرمایی که حالا در بخش دولتی یا خصوصی قرار گرفته و اونم اینطوری جواب کارگر رو بدی. ممنون از وقتی که من دادین، من متوازد فقط جای تأسف داری بردیم. سپاسگزارم. متاسفانه اون کسایی که تحت عنوان حکومت اسلامی حکومت میکنن و نظام رو جلو میبرن فقط اون قسمت هایی که به نفعشونه رو میشنون و بهش عمل میکنن، اون قسمت هایی که به ضررشون هست تحت هیچ شرایطی دیده نمیشه و اصلا نیازی نمیبینن که روی زوم کنن. و یه موضوع دیگه جناب آقای گلستان جو گرامی، ما تا زمانی که تو اون شرایط نباشیم اونو حس نمیکنیم. ما خب ما 30 سال شخصا من تو ایران زندگی میکردم، 6-7 سال اومدیم بیرون و هیچ وقت ما نمیفهمیدیم که اون کارگر چه مشکلاتی داره، چه سختی هایی میکشه، سختی مالی یه طرف، اون سختی تحقیر شدن هم یک طرف. و الان که اومدیم کشور دیگه و باید مثل یک کارگر غریبه یا یابانجی اینجا کار کنیم، میفهمیم که اون چیزی که ما خیلی ساده ازش میگذشتیم چقدر ضربات بسیار بد روحی و روانی و مالی میزنه. اینکه یک کارگر میتونه چقدر تلاش کنه و برنامه‌ریزی کنه برای کارش و زندگیش، ولی آخر کار میبینی که اون پولی که باید بگیری رو نمیگیره و دستت نمیرسه و همینا دست به دست هم میدن که دیگه ناامید میشی. و دیگه بعد از ناامیدی پروسه خیلی ساده میشه، یه ناامیدی، افسردگی و بعد اینکه به زندگی خود میخوای پایان بدی. آقای شایگان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با
بله، درود مجدد خدمت همه عزیزان. در مورد سوالی که آقای گلستانی رو پرسید که چطور جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی این کار میکنه، اصلا حالا من نمیخوام بگم ذات اسلامی نه، ولی حداقل میتونم بگم که ذات حکومت های توتالیتر نه، تمامیت خواه، اینا هیچ وقت بر اساس خدمت شما عرض کنم شایسته سالاری که عمل نمی کنن، همیشه بر اساس منافع خودشون و اطرافیان اون حلقه قدرتی که هر روز هم داره تنگ و تنگ تر میشه. خب شما حساب کنید توی کشوری که تمام منابع معادن، این همه ثروت خوابیده، این همه گنج خوابیده، این همه چه میدونم منابع طبیعی خوابیده، وقتی یک شخص یا کارخونه های مختلف که روز به روز دارن هر روز دارن ورشکسته میشن، وقتی افرادی رو میذارن بر مسند کار که طرف یا پسرخاله وزیر یا پسرعموی وکیل یا همچی چیزی، طرف هیچ تخصصی نداره، از یه فرد متخصص مشاوره نمیگیره، دوباره اون شخصی که خودش پسرخاله وزیره تمام عوامل دورور خودش و دوستان و رفقای خودش رو میذاره بر مسند کار، یعنی وقتی میرسه به یک شخص متخصص که رده دهم دوازدهم یک اداره یا نهاد یا کارخونه خواهد بود، بنابراین خب مشخصه که وضعیت کار ما، وضعیت اشتغال و کارگران ما به این شکل خواهد بود. ضمن اینکه اصلا اینا کلن اصلا دوست ندارن که حتی یک برنج، یک دونه برنج به مردم ایران برسه، چه برسه اینکه بخواد از ثروت ایران. مرسی، ممنونم، سپاس از شما آقای شایگان. ثروت ایران با وجود این حکومت برای مردمش نیست، برای کشورهای اطراف، حزب الله، یمن، عراق و این کشورهاست و مشکلاتش فقط برای مردم. از دوستان و همکاران گرامی متشکرم بابت مشارکت در بحث. دعوت میکنم از سخنران بعد جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع فعالین کارگری در ایران. آقای شیرمهادی صحبتهای شما رو بشنویم، بعد آقای بازداران صحبت کنن. آیش این مهدی مارک در اختیار شماست. من عذرخواهی میکنم جناب افشاده، من یه لحظه به متاسفانه فکر کردم که بعد من عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. جناب آقای عبدالمجید بازداران با موضوع فعالین کارگری در ایران. آقای بازداران مارک در اختیار شماست. درود بر شما دوستان عزیز. من در ابتدا عذرخواهی میکنم برای تأخیر به وجود اومده، یه مشکلی پیش اومد که مجبور شدم یه مقداری دیرتر به جلسه برسم. بدون فوت وقت سخنرانی رو خدمتتون آغاز میکنم. در این مطلب ابتدا اشاره‌ای به تشکیل اتحادیه و اصناف کارگری پس از جمهوری اسلامی و همچنین وعده‌های مسئولین در آن زمان داریم و سپس وضعیت فعالین کارگری را در یک سال گذشته بررسی می‌کنم. در روزهای پیش و پس از 22 بهمن 57 روحانیون و در رأس آنها آقای روح‌الله خمینی با استناد به روایات و حدیث‌های مختلف وعده‌های گوناگون به طبقات فرودست جامعه ایران از جمله کارگران می‌دادند. کارگرانی که به اعتراف بنیانگذار جمهوری اسلامی با اعتصابات دامنه‌دار خود انقلاب را به پیروزی رساندند. ابتدا از سخنرانی آیت الله خمینی در 12 بهمن 57 شروع میکنیم که گفتن دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم و اتوبوس را مجانی میکنیم. اما او در سالهای بعد از بوسیدن کف دست کارگر از سوی پیامبر مسلمانان سخن گفت و اشاره کرد که امامان اول، پنجم و ششم شیعیان هم کارگر بودند. در کنار اینها جمله نیز از امام ششم شیعیان نقل میشد و آن این که پیش از آن که عرق کارگران خوش شود مزدشان پرداخت شود. در آن زمان تشکل‌های کارگری متعددی تشکیل شده بود و فعالان کارگری و کارگران که شوراهای کارگری را از چند ماه پیش از انقلاب تشکیل داده بودند فرصت پیدا کردند تا مطالبات معوقه خود را مطرح کنند و خواستار انجام آنها از سوی حکومت جدید شوند. از جمله این مطالبات اصلاح قانون کار و به ویژه لغو ماده 33 این قانون که حق اخراج کارگر را به کارفرما سپرده بود و همچنین افزایش دستمزد
اجرای کنوانسیون های مربوط به حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه و کاهش ساعات کار هفتگی بودند. مطالباتی که بخشی از آنها مانند حذف ماده 33 قانون کار تحقق یافتند. در کنار برگزاری مراسم روز اول ماه مه روز جهانی کارگر در سال 58 از سوی حزب جمهوری اسلامی برخوردها با تشکل‌های کارگری آغاز شد. از جمله نخستین برخوردها مقابله با شوراهای کارگری در کارخانه ها و همچنین تصرف خانه کارگر بود. سپس دامنه برخوردها با کارگران و فعالین آنها و همچنین نادیده گرفتن خواسته های آنها تا به امروز سال به سال گسترده تر شد. و اینک طی 12 ماه گذشته شهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت‌های اعتراضی از سوی کارگران ایران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ایشان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه حتی تا 30 ماه از حقوقشان دست به اعتصاب و اعتراض زدند. از این قرار 383 اعتصاب کارگری و 397 اعتصاب صنفی به وقوع پیوسته است. اعتصابات کارگری با 70% و اعتصابات صنفی با 99% افزایش همراه بوده است. سطح مطالبه‌گری منسجم بخش‌های مختلف طبقه کارگر در یک سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری و همچنین ممانعت از حق اعتراض از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود. تشکلات کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت‌تپه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و اتحادیه آزاد کارگران در مزان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند. کارگران بسیاری با طرح اتهامات همچون برگزاری تجمع در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوتنامه برای شرکت در نشست‌های جهانی اتحادیه کارگری احضار، بازداشت و یا محکوم شدند. طی 12 ماه گذشته دست کم 69 کارگر و فعال کارگری بازداشت شدند. از جمله مهمترین این بازداشت‌ها می‌توان به بازداشت دست کم 30 شهروند در تجمع روز جهانی کارگر، 9 کارگر شهرداری اهواز و 4 کارگر شرکت پیمانکاری شرکت راهسازی و معدنی مبین اشاره کرد. محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی سیدی، علیرضا ثقفی، شاهپور احسانی راد، امیر عباس آذروند، آرش جوهری، اسماعیل گرامی، حاله سفرزاده و عالیه اقدام دوست از برجسته ترین فعالان کارگری هستند که همراه فعالان صنفی از جمله اسماعیل عبدی، احمد تقوی، محمد تقی فلاحی، لطیف روزیخواه، یعقوب یزدانی، حسن رمضانپور، محمد رضا رمضانزاده در زندان به سر میبرند. به علاوه میتوان به محکومیت 7 فعال کارگری به 248 ماه حبس، 124 ضرب شلاق و 23 میلیون جریمه نقدی، 7 مورد خودسوزی، 8 مورد خودکشی، 2 مورد ضرب و شتم، احضار 20 نفر به مراجع قضایی امنیتی، 2576 مورد اخراج و تعدیل، 8250 مورد بیکاری، 1,645,739 مورد نبود بیمه کار برای کارگران و 8,978 مورد بلا تکلیفی در حوزه کار میتوان اشاره کرد. همچنین در رسته اتحادیه ها و اصناف جمعاً 185 بازداشت فعالین صنفی، 229 ماه حبس برای 7 تن از فعالان صنفی، 52 مورد احضار به مراجع قضایی امنیتی،
و 3555 مورد پلمب اماکن گزارش شده است. در سالی که گذشت معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در شهرها و استانهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات و اعتراضات زیادی زدند. از این قرار 1030 تجمع و 372 اعتصاب به ثبت رسیده است. گفتنی است طی یک سال گذشته 106 مورد بازداشت، 50 مورد احضار و 12 مورد محاکمه در مراجع قضایی امنیتی، 9 مورد ضرب و شتم و 1 مورد خودکشی معلم گردآوری شده است. همچنین 6 تن از معلمان و فعالان این حوزه به 169 ماه حبس و 21,500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند. در یکی از همین موارد که در تیر ماه امسال توسط خبرگزاری‌های فارسی زبان اطلاع رسانی شد، شماری از خانواده‌های فرهنگیان و فعالان کارگری بازداشت شده در ایران اعلام کردند ماموران امنیتی با تهدید از آنها می‌خواهند درباره پرونده‌های عزیزان خود سکوت کنند. خانواده‌های جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بدداغی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه، فعالان فرهنگی و کارگری که به دلیل اعتراضات صنفی بازداشت شدند، این موضوع را در یک نامه سرگشاده مطرح کردند. آنها نوشتند طی 2 ماه گذشته نه تنها فشار بر عزیزان ما پایان نیافته، بلکه مسئولین زندان ملاقات ما با این عزیزان را نیز ممنوع کردند. امضا کنندگان این نامه با اشاره با اهمال و بی‌توجهی مسئولان قضایی پرونده‌های خانواده‌های بازداشت شدگان می‌گویند که مسئولان آنها را تهدید می‌کنند که در صورت سکوت نکردن ماجرا پیچیده‌تر خواهد شد. نویسندگان این نامه در ادامه خواستار توقف فوری پرونده سازی‌های دروغین و پایان یافتن بازجویی‌های مکرر و موهون و تهدیدآمیز شدند. آنها با بیان اینکه هیچ توجیهی برای تداوم بازداشت این فعالان وجود ندارد اضافه کردند که تهدیدها و توهین‌های مقامات زندان و بازجوها در برخورد با بازداشتی‌ها و اعضای خانواده‌شان مصداق بارز آزار و شکنجه است، که این خود نقض کننده خیلی از موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. من خودم این تیکه را هم اضافه کنم که ما اینجا توی آلمان میبینیم که وقتی که کارگران یا یک صنفی میخوان اعتراضی رو به ثبت برسونن، خیلی راحت میتونن اون رو به صورت قانونی انجام بدن. ما دیدیم که در سال گذشته برای شرکت‌های اتوبوسرانی و قطارها تمام رانندگان اعتصاب کردند و فکر می‌کنم 2 روز یا 3 روز هیچ قطاری حرکت نمی‌کرد و این تماماً قانونی بود تا به خواسته‌هایی که خودشون دلشون می‌خواستن رسیدن. یعنی اول رفتن با دولت صحبت کردن، با نمایندگان دولت، چون که به نتیجه نرسیدن برای افزایش حقوقشون دست به این کار زدن و بعد هم دولت مجبور شد که کوتاه بیاد و به خواسته هاشون تن بده و یه جوری با هم دیگه توافق کردن در واقع. و هیچ کس نه اینجاها زندانی شد، نه حتی مورد توهین قرار گرفت، حتی کسی حق نداشت به اینها یک کلمه حرف نامربوط بهشون بزنه. اما ما میبینیم که داخل ایران هر کس که بخواد حق خودش رو درخواست بکنه میگیرن، زندانی میکنن و از طرفی خانوادهش هم تحت فشار شدید قرار میدن و آزار و شکنجه میکنن. من بیشتر از این وقت دوستان رو نمیگیرم. ممنونم از توجهتون. مایک رو رها میکنم. سپاس از شما جناب آقای بازداران. ما خواستم به همین احتساب رانندگان اشاره کنم که مسالمت آمیز بود و به نتیجه رسید. دیگه شما لطف کردید و توضیحات بسیار کاملی رو ارائه کردید. از دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستید خوشحال میشیم در بحث ها مشارکت داشته باشید. جناب آقای گلستان جو، صحبت های شما رو گوش می‌کنیم. درود بر شما. خب موارد خوبی رو جناب بازداران مطرح کردن، ولی
باز دوباره روی صحبت من با دولت و برام جای تعجب نیست چون از اول این مورد بوده، ولی نکته که مهم هست این که علاوه بر این که دولت متعهد به اجرای مفاد حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به کارگران یا اصناف نبوده و نیست، پایبند به رعایت حقوقی که خودش در قانون اساسی در این زمینه عنوان کرده هم نیست. در اصل 26 قانون اساسی عنوان شده که احزاب، جمعیت، انجمنها، جمعیت‌ها و اصناف همه آزادن که موارد خودشون رو عنوان بیان بکنن و هیچ کس رو نمیتونیم از شرکت در این احزاب یا انجمنهای صنفی منع کنیم یا به شرکت در اونها در واقع ترغیب مجبور کنیم. یا در اصل 27ش گفته تشکیل انجمنها و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اون که مخل به مبانی اسلام نباشه آزاده. این مورد از این مورد که گفته میشه مخل مبانی اسلام نباشه نقطه کور تمامی مفادیه که در قانون اساسی عنوان شده. هر جا که البته خب تو صحبت قبلی گفتم آخونده خیلی روباهای مکاری هستند، اصلا آموزش من فکر می‌کنم اینا آموزش داده شدن که نقطه‌های کور رو در صحبت‌هاشون بگنجونن، حالا چه در صحبت‌هایی که می‌کنن چه در مطالبی که می‌نویسن. تمامی مفادی رو که به نحوی مردم می‌تونن ازش به عنوان حقوقشون استفاده کنن در قانون اساسی مسکوت شده به این نکته که این مفاد به قانونی قابل اجرا هست به شرطی که چی میگن مخالف با مبانی اسلام نباشه. این تیکه نقطه کور تمام مفاد قانونیه که در قانون اساسی عنوان شده. الان در اصل 26 یا اصل 27 گفته تشکل و برگزاری انجمنها خدمت شما که احزاب اصناف آزاده ولی به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشه. خب یه کارگر چطور میتونه صداش رو برسونه؟ یه منبعی رو به عنوان سنف در واقع ایجاد کردن که صدای کارگر به اون مقام بالاتر برسه. خب کارگری که میاد از طریق اصنافش اقدام میکنه چرا پس بازداشت میشه؟ این آقایانی که کارگرهایی که الان جناب بازداران به عنوان مسئولین اصناف یا بعدن خود کارگران بازداشت شدن چه میخوام بگم که چه جور میتونین توجیه کنین وقتی که میگین اصناف میتونن باشن و مردم میتونن اعتراضشون رو بکنن ولی وقتی اعتراض میکنن شما بازداشتشون میکنین، سالها تو زندان نگه میدارین و در اونجا هم گوشی برای شنیدن صداشون ندارین. فقط میتونم بگم شرم برای این دولت با این اجرای قوانینی که خودش وضع کرده. نه کاری اصلا نداریم با اون اعلامیه جهانی و بشر که اصلا اجراش نمی کنه، نقضش می کنه، هیچی اجراش هم نمی کنه. من این ماجرا رو آزاد کنم. سپاس از شما جناب آقای گلستانجو. جناب آقای بازدارا مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود مجدد خدمت شما. اتفاقا آقای گلستانجو صحبتایی که کردین کاملا درسته و میخوام بگم که اتفاقا اعتراضاتی که الان داره انجام میشه فکر میکنم سرمنشأش همین مشکلاتیه که به اسم دین، به اسم اسلام تمام قوانین رو به نفع خودشون و به صورتی که دلشون میخواد وضع کردن و حتی یک جایی رو هم گذاشتن که اگر دلشون خواست بعدن بتونن یک به قول خودشون یک نرمش
قهرمانانه ای هم توش انجام بدن رو به شکلی که دلشون میخواد، کسایی رو که مد نظرشون هستند و باب میلشون رفتار نمیکنن رو زمینگیر بکنن. و دیگه فکر میکنم بعد از 43 سال مردم حالا دیگه به جایی رسیدن که چیزی برای از دست دادن واقعا نمونده، یعنی نسل به نسل هر دفعه یک چیزی رو از دست دادن، یک چیزی کمتر شد، هی سفره‌ها کوچکتر شد، هی وضعیت بدتر شد، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ آزادی اندیشه، هم از لحاظ آزادی صحبت کردن از حق و حقوق به شکلی کمتر و کمتر شد، به شکلی خفقان ایجاد شد که دیگه مثل یک چیزی که داره جوش میاد و دیگه داره فوران میکنه، مردم مجبور شدن که به خیابونها بیان و حق خودشون رو فریاد بزنن. اگر که ما به اعتراضات نگاه بکنیم، فاصله اعتراضاتی که انجام میشه توی سالها، مثلا اگر که فاصله اعتراضات اوایل انقلاب تا اعتراضات بعدی که بعد از جنگ انجام شد مثلا حدود 10 سال بوده، بعد از اون کوتاه‌تر شد و الان آخرین اعتراضات جدی که ما داشتیم سال فکر میکنم همون داخل 1400 یه سری اعتراضات جدی داشتیم و قبلش 98 بود و الان 1401، یعنی یک سال بعد داره اون اعتراضات انجام میشه و همینطوری نزدیک و نزدیکتر میشه تا امیدوارم که به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی سرانجام پیدا بکنه و مردم بتونن به حق و حقوق خودشون برسن. من خیلی به این قضیه که الان داره در حال اتفاق افتادن هست امیدوارم. ببخشید من یه خورده صحبت ها طولانی شد. سپاس از شما جناب آقای بازداران و تشکر از جناب آقای گلستانجوی گرامی. دعوت میکنم از سخنران بعد جناب آقای بهنام شیر محمدی با موضوع روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام. جناب آقای شیر محمدی، مایک در اختیار شما، صحبت های شما رو بشنوید. خیلی ممنون از شما. ضمن درود و عرض ادب و احترام خدمت شما، دوستانی که حاضر در جلسه هستن و صدای ما رو میشنون و دوستانی که در یوتیوب ما رو همراهی میکنن. روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام که هر سال در روز 10 اکتبر برگزار میشود، جنبش جهانی لغو مجازات اعدام را متحد نموده و جامعه مدنی، رهبران سیاسی، وکلا، افکار عمومی و غیره را در راستای حمایت از فراخوان لغو جهانی مجازات اعدام سازماندهی می نماید. این حادثه آگاهی سیاسی و عمومی جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تقویت کرده و منجر به تحکیم آن می شود. همزمان با برگزاری 20 سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سراسر جهان، امروز بیش از هر زمان دیگری حامیان لغو مجازات اعدام باید به تلاش برای لغو کامل این مجازات برای همه جرائم در سراسر جهان ادامه دهند. امسال روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام 10 اکتبر 2022 به تأمل در ارتباط بین استفاده از مجازات اعدام و شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز اختصاص خواهد یافت. انواع شکنجه و سایر بدرفتاری هایی که در فرایند طولانی مجازات اعدام تجربه می شوند متنوع و متعدد هستند. در بسیاری از موارد در حین بازجویی برای اعتراف اجباری به جرایم اعدام، شکنجه های جسمی یا روانی اعمال شده است. پدیده محکومیت به مرگ منجر به کاهش سلامت روانی فرد در طول مدت می شود. شرایط سخت زندگی برای افراد محکوم به اعدام منجر به زوال جسمی ایشان می‌گردد. اضطراب روانی ناشی از انتظار اعدام، روش‌های اعدام که موجب درد فراوان می‌شود و رنجی که اعضای خانواده و کسانی که با فرد اعدام شده در رابطه نزدیک دارند، تبعیض بر اساس جنسیت، فقر، سن، گرایش جنسی، وضعیت اقلیت مذهبی و قومی و غیره می تواند رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز با افراد محکوم به اعدام را تشدید کند.
تبعیض گسترده با محوریت جنسیت اغلب همراه با سایر عناصر هویتی مانند سن، گرایش جنسی، معلولیت و نژاد زنان را در معرض اشکال نابرابری‌های ساختاری قرار می‌دهد. پیش‌داوری‌های اینچنینی از جمله کلیشه‌هایی که به زنان نسبت داده می‌شوند مانند مادر شیطانی، جادوگر و یا زن قاتل می‌توانند منجر به صدور احکام سنگین‌تری برای زنان بشوند. این چنین تبعیض‌ها همچنین می‌تواند منجر به در نظر نگرفتن عوامل کاهش دهنده مجازات زنان مانند در معرض خشونت و سوء استفاده جنسی قرار داشتن ایشان در فرایند دستگیری و مجازات بشوند. در حالی که برای لغو کامل مجازات اعدام در سراسر جهان برای همه جرایم و همه جنسیت‌ها تلاش می‌کنیم، به صدا درآوردن زنگ خطر برای تبعیضی که زنان با آن مواجه هستند و همچنین عواقبی که این تبعیض می‌تواند در مجازات اعدام داشته باشد بسیار مهم است. دست کم 24,000 مورد حکم اعدام اجرا شده در ایران را پس از انقلاب 57 که مستند شده است در کارنامه داریم. تنها در 10 سال گذشته از دست کم 5,923 نفر توسط قوه قضاییه ایران محکوم به اعدام شدند که از این تعداد 150 تن از آنها زن بودند. مجازات اعدام در بیشتر کشورهای جهان لغو شده است یا اجرا نمی شود. اما جمهوری اسلامی ایران که احکام اعدام را بر پایه قوانین مذهبی صادر می‌کند، تنها در سال گذشته میلادی با اجرای دست کم 247 حکم اعدام به تنهایی نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. لازم به ذکر است در ادامه سخنرانی به این در واقع عدد اضافه خواهد شد. جنبش علیه اعدام که از چند دهه قبل همزمان با کشتار دهه 60 افزایش پیدا کرد، در سالهای اخیر به شکل بی‌سابقه یکی از مطالبات اصلی جامعه ایران است. در گذشته، بخشی از افراد جامعه که تحت تأثیر تبلیغات حاکمیت به بهانه پیشگیری از تکرار جرم موافق این مجازات بودند و حتی به تماشای جسم آویزان اعدامی می‌رفتند، اکنون به صف مخالفین این قتل دولتی پیوستند. قتل انسان‌ها با چوبه دار ایران و با اتاق گاز و یا تزریق سم مرگبار در آمریکا ادامه همان خشونت ساختاری است که بر بستر تبعیض و شکاف طبقاتی در جهت تحکیم و سلطه حکومت‌ها بر مردم به حیات خود ادامه می‌دهد. لغو مجازات اعدام یک خواست جهانی است. این حکومت‌ها هستند که با محکوم کردن ظاهری و سطحی اعدام رفع تکلیف می‌کنند و با ناقضان حقوق بشر بر سر منفعت‌های اقتصادی و سیاسی مماشات دارند، از جمله آلمان. اما مردم متمدن این کشورها یقه حکومت‌هایشان را برای اقدامات مؤثرتر علیه اعدام گرفته و دولت‌هایشان را برای واکنش جدی‌تر تحت فشار قرار دادند. تأکید مجدد عفو بین‌الملل بر ضرورت پایان مجازات اعدام در تمام جهان در آستانه این روز که روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری شده است، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه این نوع مجازات را نفرت‌انگیز و ظالمانه خوانده و تأکید کرد که در میان قربانیان این مجازات زنان با رنج و تبعیض بیشتری مواجهند. جمهوری اسلامی ایران سن مجازات کیفری برای پسران را 15 سال و برای دختران 9 سال تعیین کرده است، در حالی که کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق کودک سن مجازات کیفری برای هر دو جنس را 18 سال تعیین کردند. جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را به طور مشروط پذیرفته است، ولی کماکان در شمار اندک کشورهایی است که در آن حکم اعدام برای نوجوانان بزهکار همچنان صادر و پس از 18 سالگی اجرا می شود. در نمونه های حتی نقض این را هم داشته ایم. تاکنون بیش از 170 عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود یا در عمل لغو کرده‌اند. 23 ایالت از ایالات متحده این مجازات را غیر قانونی اعلام کرده و بیش از 10 ایالت هم سالها که از این مجازات استفاده نکردند. با اینکه مجازات اعدام در ایالات متحده به امر نادری تبدیل شده است، اما همچنان در هر سال چند بار در این کشور اتفاق رخ می‌دهد. سال گذشته 17 نفر در این کشور اعدام شدند. آمار اعدام‌های آمریکا در سال جاری میلادی نیز تاکنون به 7 مورد رسیده است. گزارش‌ها حاکی از
که چین با اعدام هزاران نفر در سال بالاترین نرخ مجازات اعدام در جهان را دارد، اما دولت این کشور آمار اعدام‌ها را هیچ وقت اعلام نمی‌کند. تحقیقات سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که بیشتر کسانی که به مجازات اعدام محکوم شده‌اند از خانواده‌های فقیر بودند یا به اقلیت‌های قومی و مذهبی تعلق داشتند. در برخی کشورها حتی برای مجرمانی که خشونتی اعمال نکرده‌اند هم حکم مرگ صادر می‌کنند. در بسیاری از کشورها حکم اعدام در دادگاه‌های ناصالح و بر اساس اعترافاتی صادر می‌شود که زیر شکنجه گرفته شده است. مجازات اعدام اصول سوم و پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. این مجازات که در حقیقت به معنای کشتن قانونی انسان‌ها به حکم دولت‌ها، هم به منزله نقض حق زندگی است، اصل سوم، و هم به مساوی نقض این حق است که احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری باشد، اصل پنجم. فعالان حقوق بشر خواستار آنند که این مجازات در همه کشورها لغو شود، زیرا این مجازات را بی‌رحمانه، غیر انسانی، تحقیر کننده می دانند. آنان می گویند کشتن هرگز نمی تواند عملی عادلانه باشد، حتی اگر دولت دستور آن را بدهد. دولت ها نمی توانند عمل کشتن را با قانون منع کنند و خود همزمان دست به کشتن بزنند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، شمار اعدام‌ها در ایران به طور کلی و اعدام‌های در ملأ عام به طور خاص از سال 2010 به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کردند. همچنین ایران بالاترین آمار اعدام نوجوانان را دارد. ایران پس از چین بیشترین مجازات اعدام را هر سال اجرا می‌کند و به گفته عفو بین‌الملل آمار در دست و قابل اتکایی هم توسط مقام‌های ایرانی منتشر نمی‌شود. بسیاری از این اعدام‌ها به صورت پنهانی انجام می‌شود. اکثر احکام اعدام در ایران برای متهمان قاچاق مواد مخدر یا تجاوز جنسی صادر می‌شود. این در حالی است که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند اعدام در ملأ عام توجیهی ندارد و تنها اعدامی غیر انسانی و در تضاد با شأن انسان‌هاست، عملی که به افزایش بی‌رحمی در میان شهروندان منجر می‌شود و از تأثیرات بازدارنده‌ای که مدافعان مجازات مرگ مدعی آنن میکاهد و آن را به مجازاتی عادی در میان مردم بدل میسازد. مقام های ایرانی هرگز به درخواست های مکرر سازمان های حقوق بشری برای توقف مجازات اعدام واکنش مثبتی نشان ندادند. آنها معتقدند مجازات اعدام از راه های مؤثر کنترل جرم در سطح جامعه بوده که منطبق بر دستورات دینی است. پس از چین و ایران در سال گذشته میلادی به ترتیب کشورهای مصر، عراق و عربستان سعودی با مورد در رده های سوم تا پنجم قرار داشتند. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران و سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کردند که مقامات ایرانی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و حداقل 251 نفر را در فاصله بین 1 ژانویه و 30 ژانویه سال 2022، 11 دی 1400 تا 9 تیر 1401 کشتن. این سازمان ها هشدار دادند که اگر اعدام ها با این سرعت پیش برود، به زودی تعداد اعدام ها از مجموع کل 314 اعدام ثبت شده در طی سال میلادی سال 2021 فراتر خواهد رفت. اکثر اعدام شدگان 146 نفر در سال میلادی 2022 از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در حالی که مطابق مستندات رویه اعدام به دنبال محاکم‌های به شدت ناعادلانه به طور نظاممند ادامه دارد. حداقل 86 نفر هم به دلیل جرایم مربوط با مواد مخدر اعدام شدند که طبق قوانین بین المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام شوند. در تاریخ 1 مرداد 1401 مقامات یک مرد را در ملأ عام در استان فارس اعدام کردند. این اولین اعدام در ملأ عام پس از یک وقفه 2 ساله در دوران همه‌گیری کرونا بود. در 6 ماه اولیه سال میلادی جاری مقامات ایران حداقل روزی 1 نفر را به طور متوسط اعدام کردند.
دستگاه حکومتی در حال انجام تهاجمی شنیع به حق حیات انسان‌ها و ارتکاب کشتارهایی در مقیاسی وسیع در سراسر ایران است. آمار سرسام آور اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری یادآور سال 2015 است که در آن جهش تکان دهنده های مجدداً در میزان اعدام ها صورت گرفته بود. افزایش مجدد آمار اعدام ها در ایران و سرگیری اعدام ها در ملأ عام در حالی که 144 کشور در جهان مجازات اعدام را در قانون من یا در عمل متوقف کردند، بار دیگر یادآور این است که ایران چقدر از تحولات باقی دنیا عقب مانده است. مقامات باید فوراً در راستای لغو کامل مجازات اعدام در ایران دست به تعلیق رسمی همه احکام اعدام صادره بزنند. آمار جمع‌آوری شده توسط بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل بر اساس اطلاعاتی است که از منابع مختلف از جمله زندانیان، بستگان اعدام شدگان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های وابسته به حکومت و همچنین لسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری به دست آمده. با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدامی که مقامات ایرانی صادر و اجرا می‌کنند، تعداد واقعی اعدام‌ها احتمالاً بیشتر است. اعدام‌های دست جمعی در زندان‌ها بنا به اطلاعات موجود مقامات از اوایل سال جاری 2022 به طور متداوم دست به اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های سراسر ایران زدند. به تازگی در 15 ژوئیه 2022 25 خرداد 1401 مقامات در زندان رجایی شهر در استان البرز حداقل 12 نفر را اعدام کردند. این به دنبال یک مورد دیگر اعدام‌های دست جمعی در 6 ژوئن 2022 16 خرداد 1401 در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان بود که در طی آن حداقل 12 نفر اعدام شدند. در 14 می 2022 24 اردیبهشت 1401 مقامات 9 نفر را که شامل 3 نفر در زندان زاهدان، 1 نفر در زندان وکیل‌آباد در استان خراسان رضوی، 4 نفر در زندان عادل‌آباد در استان فارس و 1 نفر در زندان دستگیر در استان اصفهان می‌شوند اعدام کردند. از اوایل سال 2022 در زندان رجایی شهر یکی از بالاترین جمعیت زندانیان در صفحه اعدام را دارد، مقامات به طور متوسط هر هفته 5 نفر را اعدام کردند و بعضی هفته ها تعداد اعدام شدگان به 10 نفر نیز رسیده است. این آمار با اطلاعاتی که 2 تن از مدافعان حقوق بشر سعید اقبالی و فرهاد میسنی که هر دو به ناحق در زندان رجایی شهر زندانی هستند در نامه‌های سرگشاده منتشر کردند مطابقت دارد. سعید اقبالی نوشته است که تعداد اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی شهر گاهی به 10 مورد در هفته می‌رسد و فرهاد میسنی هشدار داده است که تعداد کل اعدام‌ها در زندان رجایی شهر ممکن است در سال 2022 از 200 نفر فراتر رود. همچنین می‌توان گفت که در ماه‌های اخیر دادیار زندان رجایی شهر به زندانیان گفته است که دفتر اجرای احکام برای بستگان حدود 530 مقتول نامه‌هایی ارسال کرده و از آنها خواسته است که تا پایان سال جاری شمسی 1401 بین اجرای مجازات اعدام برای محکومان این پرونده‌های قتل یا اعطای بخشش با آنها تصمیم‌گیری کنند. اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و دیگر مقامات ارشد قضایی در ماه‌های اخیر مبنی بر لزوم کاهش ازدحام زندان‌ها حراس گسترده‌ای را در میان زندانیان ایجاد کرده که افزایش اعدام‌ها با اقدامات حکومتی برای کاهش زندانیان مرتبط است. این نگرانی با روند تاریخی که بنیاد عبدالرحمن برومند طی این سال‌ها مستند کرده همخوانی دارد. بر اساس مشاهدات این بنیاد، افزایش اعدام‌ها همزمان با دورانی بوده است که مقامات مکرراً در مورد به سرانجام رساندن پرونده‌های باز و غیر فعال و کاهش ازدحام زندان‌ها اظهارات علنی داشتند. افزایش مجدد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام حداقل 86 نفر برای جرم مرتبط با مواد مخدر در 6 ماه اول سال میلادی 2022 یادآور برخورد مقامات ایران با جرم مواد مخدر در سال‌های 2010 تا 2018 است. سال‌هایی که اکثر اعدام‌های صورت گرفته به دلایل جرم مرتبط با مواد مخدر بودند.
در نوامبر 2017 به دنبال فشارهای شدید بین‌المللی که شامل قطع کمک‌های مالی چند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر ایران می‌شد، مقامات ایرانی در نهایت برخی اصلاحات قانونی را برای کاهش دامنه مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر به ترتیب رساندند. بین سال‌های میلادی 2018 و 2022 مقامات به طور قابل توجهی تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را کاهش دادند. با این حال در سال میلادی 2021 132 نفر به دلیل جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند که معادل 42% از کل اعدام‌هایی بود که افزایشی بیش از 5 برابر نسبت به سال 2020 23 مورد دیده. جامعه بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد باید فوراً اقداماتی در سطوح بالا صورت بدهند و از مقامات ایرانی بخواهند که به اعمال مجازات اعدام برای تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر خاتمه دهند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که در همکاری‌های چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر نقشی مستقیم یا غیر مستقیم در سلب خودسرانه حق حیات که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدر مقامات ایران است ایفا نمی کنند. همچنین اقلیت بلوچ بیشترین قربانیان اعدام نسبت به جمعیت حداقل 65 نفر 26% از اعدام شدگان سال 2022 متعلق به اقلیت بلوچ ها بودند، اقلیتی که حدود 5% از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. بیش از نیمی از آنها 38 نفر به دلیل جرم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این واقعیت که اعضای اقلیت بلوچ ایران به نسبت جمعیتشان بیشتر از هر گروه دیگری در ایران اعدام شدند، مظهر تبعیض و سرکوب است و آنها دهه‌هاست با آن روبرو بودند و ماهیت بی‌رحمانه مجازات اعدام را بیش از پیش برجسته می‌کنند. مجازاتی که آسیب‌پذیرترین افراد را در ایران و سراسر جهان هدف قرار می‌دهند. همچنین بنیاد عبدالرحمن برومند و عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه موارد بدون استثنا و بدون توجه به ماهیت جرم، ویژگی‌های مجرم یا روشی که حکومت‌ها برای کشتن محکوم به کار می‌برند مخالف است. مجازات اعدام نقض حق حیات و ظالمانه ترین، غیر انسانی ترین و تحقیرآمیز ترین نوع مجازات است. در همین زمین لازم به ذکر هستش که خدمت شما عرض بکنم که همچنین پارسال هم روز جهانی 10 اکتبر سال 2021 به زنانی که اعدام شدند در معرض خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند یا محکوم به مجازات اعدام شدن و همینطور کسانی که حکم اعدام آنها مورد تخفیف، تبرئه یا بخشش قرار گرفته بود اختصاص داده شده. به همین مناسبت هستش که در واقع در 10 اکتبر ما همچنین فراخوان‌های تظاهراتی هم در شهر کلن آلمان داده شده در همین رابطه. کمیته لغو مجازات اعدام هستش که هر ساله تظاهراتی را در واقع برنامه‌ریزی می‌کنن که افراد مخالف مجازات اعدام اونجا میان سخنرانی میکنن و در رابطه با کسانی که افراد آلمانی و شهروند کشورهای دیگه که اطلاع ندارن در این مورد برگه هایی رو چاپ میکنن، کاتالوگ هایی رو چاپ میکنن و خدمت عزیزان قرار میدن. این یک نمونه هست و لازم به ذکر هستش که خدمت شما هم اعلام بکنم که در همین امسال هم ما داشتیم، من دیدم که دوستان مکررن این رو هم اطلاع رسانی کردن که تجمع دوباره خانواده های اعدام های زندانیان محکوم به اعدام و بیانیه 7 زندانی سیاسی در حمایت از آنان رو داشتیم که روز یکشنبه 20 شهریور مامورای نیروی انتظامی به تجمع خانواده های محکوم به اعدام در مقابل قوه قضاییه حمله کردند و تعدادی از اونها رو حتی بازداشت کردند. این تجمع ها بعد از گزارش ها درباره سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ در پی دستور رئیس قوه قضاییه بود که خدمتتون اعلام کردم که گویا تصمیم بر این گرفته شده که افرادی که مجازات در صف مجازات اعدام هستن، یعنی خانواده ها نامه دریافت کردن که یا برای بخشش اقدام بکنین یا اینکه برای اینکه ظرفیت این زندان ها پر شده سریعا
بیاین و اعلام بکنیم که این نفرات رو ما اعدام بکنیم، که خدمتتون گفتم که باعث شده که یک ترس و وحشتی بین زندانیان باشه که این از همون خوبیتش که من خدمتتون گفتم. اما در 10 اکتبر ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ یه تظاهرات ترتیب میتونیم بدیم، این گزینه با توجه به بیماری در واقع همه گیر کرونا پارسال امکان پذیر نبود، امسال راحت‌تر میتونیم این کارو انجام بدیم. یه گرد همایی در یک سیستم کنفرانس ویدیویی میتونیم سازماندهی بکنیم. این اقدام به منظور آگاهی رسانی و در قالب کارگاه آنلاین مکالمه بحث عمومی میتونه باشه، حتی نمایشگاه هنری یا حتی نمایش فیلم مجازی میتونه باشه. همکاری میتونیم بکنیم با سازمان‌های حقوق زنان برای گسترش آگاهی در مورد چگونگی در واقع سوء استفاده جنسی که در اجرای مجازات اعدام انجام میشه. در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی اجتماعی به منظور آگاهی افزایی در مورد ضرورت لغو مجازات اعدام و واقعیت‌های اینکه زنان در معرض مجازات اعدام بودن پارسال در ایران و آمار رو خدمتتون گفتم میتونیم شرکت کنیم. یه مصاحبه میتونیم با زنی که در معرض مجازات اعدام هست ترتیب بدیم تا با آگاهی افزایی در از داستان ایشون میتونیم کمک بگیریم. به رویدادهای فراهم اومده برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان میتونیم بپیوندیم. به گروهی که برای پایان دادن مجازات اعدام تلاش میکنن میتونیم کمک مالی بکنیم. کمپین رسانه‌های اجتماعی رو در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر میتونیم دنبال کنیم، بازنشر کنیم. بسیج رسانه‌ها برای آگاهی افزایی در مورد در واقع زنان که از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردار هستند در کلیه سطوح، در سطوح محلی و جهانی به اعدام محکوم میشن میتونیم آگاهی رسانی بکنیم. و همچنین آدرس ایمیلی هستش که ما میتونیم به مقامات و سازمان‌های بین‌المللی در رابطه با آمار و گزارش‌هایی که از خدمتتون گفتم رو از توی سایت ها در بیاریم و به صورت سرقالب یک ایمیل به تمامی نهادها ارسال بکنیم. ممنون که به سخنرانی من گوش دادین، حوصله کردین و تشکر می‌کنم از شما. اگر سوالی باشه در خدمتتون هستم. سپاس از شما جناب آقای شیر محمد گرامی بابت این سخنرانی. من چون میدونم که شما یکی از فعالین در زمینه لغو مجازات اعدام هستید، سوال دارم خدمت شما. ببینید، اولین کسایی که وقتی که مخالف اعدام نکردنن و میگن چرا نباید اعدام کنین، سوالات خیلی ابتدایی میپرسن. یعنی اون فرد رو همینجوری ولش کنیم بره پی کارش، میخوای براش دستگل بخریم، اینا حقشونه، اعدام نکنیم که دوباره برگردن تو جامعه و آدم بکشن. و موضوع اینه که این افراد دارن اینجوری میگن که اون فردی که میره زندان، حالا در ایران نه، در سایر کشورها مثلا در چند ایالت آمریکا و حتی آلمان مشخص کردن، گفتن 20 تا 24 سال این فرد رو نگه میداره دیگه، مثلا تا آخر عمرش نیست، حبس ابد نیست، 20 تا 24 سال. چجوری باید این افراد رو قانع کنیم که این 20 تا 24 سال منظور این نیست که اینا جرمی رو مرتکب نشدن، یا این افراد رو حکومت و دولت یا دستگاه قضایی نبخشیده؟ چجوری به نظر شما که حالا تو این زمینه بیشتر فعالیت دارید میتونیم افراد رو قانع کنیم؟ من خواهش میکنم جناب افشارزاده عزیز بابت سوال خوبتون. من باید خدمتتون عرض کنم که سوال شماتون چند وجهی بود، من سعی میکنم که در قالب کلی جواب سوال شما رو بدم. ببینید، در این زمینه خب ما در ایران هم داریم افرادی که حتی مخالف این هستن که اعدامی ها بخشیده بشن. یک سری در واقع ما باید اطلاع رسانی در رابطه با کلمه حق حیات بکنیم، در رابطه با حق و حقوق و حق حیات رو بهشون آموزش بدیم، بهشون آگاهی رسانی بکنیم که این یک حق ذاتیه و ما نمیتونیم مثلا قضاوت بکنیم یک نفر رو که تحت چه عنوانی بخوایم حق حیات این نفر رو بگیریم. در همین مورد ما پرونده‌ای در ایران داشتیم، در همین سال هم داشتیم، که فردی که در واقع تجاوز جنسی کرده بود و باید اعدام می‌شد و اعدام هم شد متأسفانه. خود قانون هم بچه‌ها خبرگزاری کردن و در توییتر من دیدم. در جواب افرادی که زیر این پست یا پست‌های دیگه در حمایتی که در رابطه با این فرد شده بود، ما بارها متذکر شدیم که ببینید در کشورهای غربی وقتی چنین اتفاقی میفته متشکل از چند تیم هست. یعنی تیم روانشناس میاد، رفتارشناس میاد،
رفتار در واقع رفتار درمانی و اون رفتار یعنی حرکات رو تشخیص میدن و متشکل از 4 تیم مختلف هست که این فرد که این کار رو کرده علل و عواملش رو در بیارن و بفهمن که چرا و به چه عنوانی در واقع عمل رو انجام داده. در ایران به دلایلی که خب ما میدونیم یکیش هم مذهب هست و بسیاری از مشکلات دیگه، اصلا این امر میسر نیست که ما بخوایم یک نفر رو بیاریم، یه چند تا تیم روانشناس بیان، روان درمان بیاد، در واقع رفتار درمان بیاد که بدونه علت چیست. اما در کشورهای اروپایی این امر میسره، همچنین در آلمان و هلند و چندین کشور اروپایی من به کرات دیدم و خوندم که این اتفاق میفته. به جای اینکه این فرد رو اعدام بکنن، میان روش تحقیق و بررسی میکنن که چه عوامل و عللی باعث شده که این فرد از اون خشمش استفاده بکنه یک نفری رو بکشه، یا اون اینقدر یک در واقع بیمار، اول به بیماری این فرد مورد بررسی قرار میدن که چرا بیماره، چجوری میتونیم از این بیماری جلوگیری بکنیم در این فرد در طول دورانی که به قول شما از 20 تا 24 سال مثلا در زندان هست، و اینکه چیکار بکنیم جامعه دوباره اینچنین با همچین افرادی مواجه نشه. بعد اینو برمی دارن میبرن، خیلی جالبه که میبرن در سیستم آموزشی خودشون پیاده میکنن. یعنی وقتی شما معلم پرورشی در ایران داری که میاد اصلا هیچ کاری نمیکنه، اینجا هم معلم پرورشی وجود داره، ولی میاد اینا رو که تیم تحقیقاتی در طول همین 20 تا 24 سالی که شما فرمودید، در 5 6 سال اوایل زندان این فرد رو بررسی میکنن، این تحقیقات بازنش میشه بین این معلمین و آکادمیک، اینا رو بررسی میکنن، به معلما میگن، معلما به شاگردا آموزش میدن و افراد رو از همون بچگی بار میارن. ولی در ایران خب اصلا ما توی بحث اعدام با یه چیزی مواجه هستیم به نام سانسور. اصلا اجازه بررسی و تحقیق حالات روحی روانی و حتی خطارت معنوی اون فردی که این کارو کرده داده نمیشه. وقتی که یک فرد در ایران اعدام میشه، اون خطارت مادیش به کنار، خطارت معنوی که خود فرد و اون در واقع اعضای خانواده که متهم میشن، تحقیقاتی میخواد صورت بگیره و دانشجوها میرن، ولی خب این اصلا باز نشده نمیشه. اما در رابطه با سوالی که در اینجا 20 تا 24 مثلا به این نفر مجازات حبس ابد اسمشو میذارن روش، حالا حبسی که بهش میدن، این اینطور نیستش که مثلا ایشون آزاد خیلی هم تو زندان بخواد کاراشو انجام بده. خیر، مثلا تو یک سری از بخشای در زندان‌ها برای این افراد، خب اینا هم مثل زندان‌های ایران من دیدم، بررسی کردم، در واقع سازماندهی هستن، یعنی اعدامی‌ها در واقع اونایی که مجازات حبس طولانی مدت دارن بندهاشون جداست، اونایی که در واقع مواد مخدر مثلا جزء جرایم مجازات مواد مخدر بودن بندهاشون جداست. تو بند اونایی که در واقع حبسای طولانی مدت دارن، اونقدر هم که در واقع رسانه‌های غربی بزرگ نمایی میکنن، آزادی وجود نداره. چرا؟ آزادی مطالعات، آزادی غذا خوراک و اینا امکانات هست، اما اون 5-6 سال این تیم داره روی این طرف آزمایش میکنه، آزمون و خطا میکنه، این به نوع خودش میتونه یه مجازات برای اون نفر باشه. و گاهن در بسیاری از موارد دیده شده که اون فرد اصلا بیماره. وقتی هم که بیمار باشه دیگه خب مجازاتی نباید بهش داده بشه، ولی باز با این حال بند این زندانیا رو عوض میکنن در کشوری مثل کشور آلمان، مثل یک زندانی که محکومیت بالا داره باهاش برخورد نمیکنن، اما به عنوان یک فرد مریض شروع میکنن با این بابا آزمون و خطا کردن با این نفر تا اطلاعاتی رو به دست بیارن. و این مشابه همون مجازاته. ما حتما نباید یک نفر رو اعدام بکنیم، ما حتما نباید 50 سال یک نفر زندانی بدیم. همین که 5 سال این طرف رو روش آزمون رو خطا میکنن، اطلاعات به دست میارن و بعد روش کار میکنن، باز یعنی یک تیم دارن، در تیم جای من میخوندم در آخر، در قالب آخر تیمی به عنوان تیم بازپروری این فرد به بازگشتش به جامعه قرار در واقع روش کار میکنن. وقتی این فرد بازگشت میشه به جامعه، دیگه فرد سالمیه و اون دوران حبسی که در واقع براش قائل میشن 20 تا 24 سال، خیلی ها مخالفن که نه به درد نمیخوره، باید اعدام بشه. خیر، چون تو در بسیاری از موارد طرف اصلا بیمار بوده و این بیماریش در طول مدت این حبس در واقع هم بیماریش کار میشه، هم آزمون و خطا میشه، و این در واقع همون مجازاتیه که
در واقع اون نفر مرتکب شده و اصلا اینطور نیستش که به درد نمیخوره یا ولش کنیم پس چه فایده داره اگر ما اینو 20 سال اعدام کنیم 20 سال زندانش کنیم دوباره میاد بیرون. من بارها شنیدم که میگم میاد دوباره بیرون همون آش و همون کاسه شد چه. بله در ایران اگر ما تداوی نداشته باشیم تدبیر نداشته باشیم بله امکان داره این اتفاق بیفته، اما در جوامعی مثل جوامع در واقع کشور اروپایی این چنین نیست و ما خواستار این هستیم که پس از تحولاتی که امروز در ایران هست و این حکومت اسلامی که ننگینه رفت اگر پس را تیمی اومد در واقع از همین کتب از همین افراد از همین در واقع جوامع غربی که تحقیقاتش آماده است استفاده بکنه که ما بتونیم افرادی هم که چنین مجازاتایی رو مرتکب میشن بتونیم بازپروری کنیم و دوباره بازگشت بدیم به جامعه و همچنین آزمون و خطا بکنیم که افرادی دوباره مثل این بابا بیمار نشن، افرادی مثل این طرف اینجوری در واقع جنایت های انجام ندن که بخوان 20 سال 24 سال در زندان گرفتار بشن. اما در ایران هم چشش من خیلی کوتاه بگم این رو هم در ایران هم این مسئله خیلی حائز اهمیت است. بسیار از اعدامی هایی که در صفحه اعدام هستن امروزه برای اینکه اعدام نشن خیلی زود اعدامشون نکنن در همون زندان توسط مافیایی که صورت در واقع هست میان پول میگیرن که یه نفر دیگر رو همون تو بکشن که در واقع اعدامشون رو عقب بندازن، چون وقتی یک اعدامی این کارو میکنه دوباره برای چی خیلی از زندانی سیاسی میندازن تو در واقع زندانهایی که جرایم خشن هست؟ برای همین دلیل طرف رو بکشه که طرف دوباره چی یه پرونده جدید باشه، همین یه پرونده جدید وا بشه ببینید 2-3 سال دوباره بعد همینجوری بمونه تا پرونده جدیدش بررسی میشه. هی در واقع اون افرادی که بیمار روانی هستن و جرم خشن مرتکب شدن و در صف اعدام هستن دوباره در واقع یک جنایاتی انجام میدن، نمونه هاش هم زیاده دیگه. این اصلا باعث میشه که آدم ندونه واقعا چی بگه در این رابطه. امیدوارم که پاسخو داده باشم و ببخشید که طولانی شد، انقدر این اطلاع زیاد و حجمش زیاده که میطلبه واقعا ساعت ها در این رابطه صحبت بشه. ممنون آقای افشارزاده عزیزم. بزارم شما جناب آقای شیرمهادی بابت توضیحات کامل شما. جناب آقای شایگان نوشتن زمان رو در نظر بگیرید. آقای شایگان هر سخنران میتونه بله 15 تا 20 دقیقه صحبت کنه، برای همین اگه سخنران ها کمتر صحبت کنن ما اون زمان رو میتونیم به سخنران آخر بدیم، هیچ مشکلی به وجود نمیاد. مایک در اختیار شما آقای شایگان، بفرمایید. بله درود مجدد خدمت شما و همینطور آقای شیر محمدی عزیز بابت این سخنرانی جالب و خوبشون. ببینید ما در مورد اعدام صحبت میکنیم، مجازات اعدام در سراسر جهان یک بخشه، در جمهوری اسلام اصلا یک چیز کاملا متفاوته. جمهوری اسلامی یک رژیمی که از اعماق قرون وسطا و اون جوجه ها برخواسته، یعنی مجازات یعنی کارهایی رو میکنه که اصلا فکر میکنه حتی تو قرون وسطا هم شاید انجام نمیشده. چه میدونم کور کردن چشم و قطع کردن دست و یا حتی فکر میکنم 7 یا 9 مورد ما اعدام داریم توی تاریخ جمهوری اسلامی ایران که سقوط از ارتفاع، یعنی بردنش توی ارتفاع و پرتش کردن پایین اون طرف رو، یا اعدام داریم با حکم قسامه. یعنی چی؟ یعنی که قاضی هیچ مدرکی داله بر گناهکار بودن طرف متهم پیدا نکره ولی 50 مرد عاقل و بالغ رو بردن قسم خوردن که این شخص قاتله و این شخص متاسفانه اعدام شده. حالا بماند که همین حکمی که قسام اجرا کردن بعد از 5-6 سال متوجه شدن که اصلا اشتباه کردن. در مجموع میخوام بگم که اصلا ما با جمهوری اسلامی با یک موضوع دیگه کاملا طرفیم، اصلا با کل دنیا نمیشه اصلا مقایسش کرد. ممنونم. سپاسگزارم جناب شایگان. کاملا حکومت ایران کاملا منحصر به فرد و نوع جدیدی از دیکتاتوریه که بقیه باید بیان ازش آموزش بگیرن. جناب آقای شیر محمدی ماک در اختیار شماست، بفرمایید. ممنون جناب افشارزاده عزیزم و آقای شایگان عزیز. این چیزی که شما گفتین جناب شایگان عزیز در قانون مجازات اسلامی در واقع
قوانین سال 89 بود که من میخوندم ترم یک بودم، استادی داشتیم به نام عبدالرسول. در واقع این نوع اعدام، این چیزی که شما گفتین توی احکام دینی و مخصوصا قانون مجازات اسلامی، و نه اینکه قانون رو بخونید، این قانون که میخونید تفسیر داره مواد. وقتی که این تفسیر رو توضیح میده، در واقع پنج نوع در واقع ازش نام برده میشه، پنج مورد مجازات اعدام. خیلی جالبه که یک نمونهش در واقع پرت کردن اون نفر از یک مناره هستش، یعنی از یک کوهی، از یک بلندی اعدام هستش. سنگسار هستش که ما در طول این سال در افغانستان بسیار داشتیم، یعنی به صورت سنگسار شدن چه مرد چه زن، و دوستان اعلام میکنن که ما صدا نداریم. نمیدونم مشکل از کجاست. نه جناب شیرمادی، صدای شما برای ما کاملا واضح. برای دوستان ده سه مورد بود. یک مورد بود که در واقع سوزاندن بود، که من قشنگ یادمه که وقتی در رابطه با این من بررسی کردم، میگفتن که در گاهی جاها دیده شده که مثلا نفری که مجازات خیلی سنگینی انجام شده، به عنوان اعدام میتونیم اینو بسوزونیمش، و خراب کردن دیوار بر روی اون نفر. این پنج نوع مجازات در واقع در تفسیرهای قانون مجازات اسلامی که بحث مجازات ها گنجونده شده، و این رو یه استاد بکنید میاد سر کلاس درس میده، و قوانین مجازات از کجا داره نشون میگیره؟ از قوانین در واقع خود اسمش میشه قانون مجازات اسلامی. حالا نگاه نکنید که تو ایران فقط اعدام انجام میشه، این نمونه هایی بوده که در طول تاریخ انجام شده و تو افغانستان و تو پاکستان هم هنوز انجام میشه، و فقط بحث اعدام نیستش. بحث اعدام اینقدر گسترده است که از خسارت معنوی از در رابطه با حمایت خانواده ها شما بگیرین تا اون نفر که اعدام میشه، این که چه فاجعه هایی هستش، و اون خشم عمومی که یک سخنرانی هم در کمیته بودش در رابطه با همین که همین اعدام ها در ملأ عام چه واکنش ها و چه در واقع خطراتی رو برای جامعه داره، جامعه رو چجوری خشن میکنه، که روانشناس در رابطه باش کلی نظریه داره و دوستان میتونن حتما مطالعه در این رابطه کنن. منظور این که اینقدر گسترده است و در 10 اکتبر هم در واقع این روز اعلام میشه، و من منتظرم که در 10 اکتبر ببینم که دوباره با این حال که عفو بنامه چند وقت پیش اعلام کرد، نوشت که ایران دیگه اعدامش در واقع رکورد زد در همین چند ماه اخیر، اما باز هم من منتظر هستم که در روز 10 اکتبر اسمش، خب به عنوان مقدمه الان گفتن که چیه، به چه روزی میخوان اسم گذاری بکنه، و من اول سخنرانی گفتم، اما اینکه آمار جدید چی به دستمون میاد باید منتظر بشیم تا 10 اکتبر، که خدمتتون هم گفتم بعضی از احزاب که نه در واقع بعضی از کمیته هم در آلمان تظاهرات در این مورد دارن. ممنون، سپاسگزارم از شما. خانم تنهایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام به همگی، ممنونم که وقت صحبتی با منم دادین. من یه سوال دارم، اونم در مورد تجربه شخصی خودم. من یه قربانی تجاوزم و یک قربانی بخشش حکم اعدام. بعد از اینکه مجرما رو پیدا کردم، بعد از 9 سال، تعدادشون 5 نفر بود، 2 نفر از این مجرما رو پیدا کردم، و بعد از 3 سال لوندگی تونستم ثابت بکنم که من حرف راست رو میزنم. حالا شاهد همه چی، حکمی که صادر قرار بود بشه حکم اعدام بود، و از اونجایی که من اصلا موافق این حکم نبودم و هیچ راه دیگه جلوی پام نذاشتن، قاضی های پرونده که 3 قاضی توی دادگاه کاخ کرج بودن، به من اعلام کردن که اگه من این پرونده رو ادامه بدم، این دوتایی که گرفتمشون اعدام میشن، و من بخشیدم چون اصلا آدم اعدام نبودم. حالا دلایلی داشت اون موقع که فکر کردم بر سر مصرف مواد مخدر، جوونی، نادونی، بیماری، همه اینا ممکنه که این اتفاق افتاده باشه، ولی اینکه خب پیداشون کرده بودم و تونستم خودم رو حداقل به خودم ثابت کنم و به پدرم ثابت کنم که این اتفاق افتاده برای من، من آرومم کرده بود. بعد از اینکه اینا رو بخشیدم، بعد از 8 ماه مجازات عمومی که براشون قانون در نظر گرفته بود، اینا آزاد شدن و زندگی منو از من گرفتن. و دلیل این که من فرار کردم از ایران این بودش که
اونها علیه من شکایت که برام کلی حکم بریدن. زندگیم قربانی یه بخشش اعدام شد. هنوزم مخالف اعدامم. ولی میخوام بدونم اون قربانیه چی میشه؟ اینکه الان اتفاقا اشاره کردیم به این قضیه که بله قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد این قضیه باکای بسیاری داره. یعنی ما اصلا نمیتونیم اینطوری بگیم که ما اعدام رو حذف میکنیم. ما اعدام رو حذف بکنیم همه اون بیمارایی که وجود دارن دقیقا باز آزاد میشن و میان به کارهای خودشون ادامه میدن. یعنی من الان وقتی تو این موقعیت قرار گرفتم و مجبور شدم که از وطنم بزنم بیرون با اون همه سختیه، با همه این بدبختی هایی که الان دارم میکشم، بعضی وقتا واقعا این شک تو دلم میاد که کاش اون موقع واقعا رضایت نمیدادم. میگم هنوزم راضی نیستم، هنوزم مخالف شدید اعدامم، ولی بر اثر فشارهایی که اینجا روی من قرار میگیره یا خانوادم حتی هنوزم تو ایران، میگم چرا من اون موقع رضایت دادم؟ میخوام بدونم واقعا توجیهی واسه این قضیه هست؟ اینکه الان میگین بله پژوهشگران این کارو میکنن، اینا به درد ایران ما نمیخوره. ایران ما از بیخ غلطه، ایران ما از بیخ بیمار بالا اومده واقعا. اگه آره میتونستن حکمای دیگه ای بزنن، روشون روانکاوی بکنن، به بیماریاشون برسن، چه میدونم درمانشون کنن، یا اصلا مجازات دیگه ای، مجازات عملی دیگه ای براشون در نظر بگیرن تا اعدام. چون من فکر کنم خیلی ها هستن که قربانی این قضیه ها شدن. من از زبون خیلی ها این قضیه رو شنیدم. بعد از اون هشتک میتو من با خیلی از خانومایی که مورد تجاوز قرار گرفتن و حکم اعدام برای متجاوزینشون صادر شده و بخشیدن مصاحبه کردم. من یه تحقیق و پژوهش کاملی داشتم در مورد این قضیه. خیلی قربانی دادیم قضیه و هممون به زبون میتونستیم بگیم که ای کاش اعدام کرده بودنش، چون واقعا آسیبای جدی دیدیم. و این قضیه تو نسل من تموم نمیشه. یعنی من مطمئنم که اگه من فردا بچه دار بشم این خلعه به بچه من هم میخواد برسه. ممنون شما اگه توضیح دارین در مورد این قضیه هم بدین. خانم تنهای گرامی، نمیدونم چی بگم، نه جای شما هم نه میشه حسش کرد، درکش کرد چیزی که تجربه کردیم. این موضوعی که شما میگین رو ما در توییتر بارها دربارش صحبت شده که اون کسایی که این کار انجام میدن و بعد وارد جامعه میشن ممکنه همون کار رو با شدت بیشتر اون کینه رو تو دلشون نگه میدارن. و این چیزهایی که جناب آقای شیر محمدی فرمودن که در سایر کشورها داره انجام میشه که اون افراد آماده بشن که وارد جامعه بشن. یعنی اون افراد یه جوری اون فردیتی که داشتن، اون ذهنیتی که داشتن از بین بره و با یک قالب، در همون قالب قبلی ولی با تفکر جدیدی وارد جامعه بشن. ولی خب من سوالی که از آقای شیر محمدی کردم دقیقا همین بود که خیلی ها میگن نباید این افراد وارد جامعه بشن، چون همونجوری که به من آسیب رسوندن میاد بیرون بعد از 20 سال 10 سال، چون در آلمان عفو مشروط 10 ساله بابت تجاوز و قتل. یعنی اگه حبس 24 ساله داشته باشه بعد از 10 سال میتونه درخواستشو بده. و این یه موضوع بسیار بزرگ و گسترده است و بازم نمیدونم چجوری باید همدردی کنم. جناب آقای شایگان، ما در اختیار شماست، بفرمایید. بله، در ابتدا متاسفم برای خانم تنهایی که این اتفاق برشون افتاده، تجربه بسیار تلخیه. واقعا هیچ کدوم ما نمیتونیم حتی راجبش صحبت کنیم، نه فکر کنیم حتی. اما این موضوع فقط متاسفانه مختص ایشون نیست. همطور که خودشون گفتن بسیاری از افراد جامعه هستن که دچار چنین آسیبی هستن، چه خانم ها چه آقایان دچار همچین آسیبی هستن. و باز متاسفانه این موضوع فقط مرتبط به ایران نیست. ما همجا تو آلمان هم داشتیم، همین سال گذشته بود که فکر می‌کنم یک فردی با
4 تا از دوستاش به پسر بچه‌ها تجاوز می‌کنه و همه هم آلمانی بودن سمت هامبورگ. حالا با اون موضوع کاری نداریم، اما مسئله اینجاست که اون شخصی که مرتکب چنین جنایتی میشه، خب اون که بیماره که اصلا شکی درش نیست، اما چه مجازاتی براش در نظر میگیرن؟ و وقتی که اون شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته، آیا از سوی دولت و پلیس یا حالا نهادهای مربوطه آیا تحت حمایت قرار میگیره یا نه؟ این خیلی مهمتره، چون فکر کنم که تو ایران نه تنها این اتفاق نمیفته، بلکه شخص متجاوز رو بیشتر بهش اجر و قرب میدن تا اون شخصی که بهش تجاوز شده. حالا چه از سوی خانواده چه از سوی جامعه، متاسفانه این هستش و شاید بسیاری از این مواردی که هیچ وقت عنوان نمیشه، همه خجالت میکشن و عنوان نمیکنن به خاطر همین موضوع. بنابراین فکر کنم یک کار خیلی خیلی بزرگ و گسترده نیاز داره، کار فرهنگی خیلی بزرگ میخواد راجع به این موضوع، بحث تجاوز، بحث و مباحث خیلی زیاد دیگه هستش که باید راجعش صحبت شه. اما در هر صورت مجازات اعدام به هر نوعی و به هر شیوهی غلط. حالا چه نوع مجازاتی میتونه جایگزین بشه که اون حقوق دانا باید بگن، متخصصان باید بگن، ولی در مجموع به نظر من مجازات اعدام غلط. ممنونم. سپاس از شما جناب آقای شایگر. آقای شیر محمدی مارک در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون. درود مجدد و ضمن همدردی و جای تأسف و تأثیر داره، من به قول آقای افشازاده نمیدونم که چطور میتونم همدردی بکنم دردی که به شما خانم تنهایی وارد شده. اما وقتی که از ایران صحبت میکنیم، مسلما وقتی یک آجر کچیده میشه تا آخر متاسفانه کج بالا میاد، یک ضرب مسئله هستش. اما در رابطه با این مسئله که شما میگین، ما بارها بحث کردیم، توی دانشگاه هم که بودیم بحث میکردیم که زمانی که میگیم قانون خودش رو نقض میکنه و در بسیاری از موارد ساکت هست، یکیش همینه. در واقع یکی از، نه در بحث در واقع بحث تجاوز، بلکه در بسیاری از جرائم دیگه هستش که فرد یا افراد یک جرمی رو انجام میدن، میرن داخل زندان و جری میشن، میان دوباره مجددا جرمهای بزرگتری انجام میدن. و نمونهی که داری شما میگین در واقع دقیقا همین هستش که افرادی رو دستگیر میکنن که مجازات بکنن، شما بزرگی میکنی، بخشش میکن، بخش، یعنی در واقع این افراد رو میبخشی، اما اینها جری تر میشن. قانون توی ایران اینجا هم نقض میکنه خودشو، هم سکوت میکنه. یعنی ما سکوت قانونگذار رو داریم که اون فردی که مورد این در واقع حمله قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، اوکی، ما تو جوامع غربی بحث میشه و در واقع اون حقوق متهم رعایت میشه، اما اون نفری که در واقع جرم برش انجام شده، در واقع مورد تجاوز قرار گرفته، این رو ما چطور باید حمایتش بکنیم؟ این در ایران خب اصلا هم در رابطه باهاش صحبت نشده و قانون حمایتی، این باید بند قانون حمایتی در داخل اون قانون وجود اسلامی گنجانده بشه که نشده، اصلا قانونگذار سکوت کرده در رابطه باش. اما در جوامع غربی، نمونه‌ای که آقای شایگان گفت، 5 نفر از افراد آلمانی بودن که به یک خانومی تجاوز کرده بودن و فرار کرده بودن، 5 نفرشون هم دستگیر شدن و جالبه که اینها زیر سن هم بودن، این 5 نفر یعنی پسرهای 16-17 ساله بودن. حالا اونا رو که قانون اینجا گفته بود خب ما نمیتونیم الان مجازاتشون بکنیم چون کودک هستن، این بحث به کنار، اما خب این خانوم هم تحت در واقع درمان قرار گرفته بود، یعنی اون پانیکای عصبی که بهش دست داده بود هم برده بودنش برای درمان، هم برای این در واقع خسارتی که متحمل شده بود. و همین که من بررسی کردم دیدم مثلا این خانم الان توی خوابش دچار ترس و وحشت از خواب در، یعنی تیمی اومده بودن که خواب درمانی میکردن برای این خانم. اما متاسفانه در ایران چنین چیزی نیست و الان که ما داریم میبینیم، داریم میگیم نه به اعدام، در واقع الان اولین گام هستیم.
اولین گام همین بوده که همه اومدن گفتن نه به اعدام در روبروی قوه قضاییه و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. در مراحل بعدی که الان شما سوال می‌پرسین چطور میتونیم انجام بدیم، فقط یه جواب دارم بدم، اونم این است که با گذار از جمهوری اسلامی واقعا بشه اینا برن که افراد بیان سر کار، بتونیم بابت اینها از پایه درست بکنیم. در غیر این صورت در همون کمپین میتوی که شما نام بردید بسیار هستن و جای تأسف هست. ممنون. سپاس جناب آقای شیر محمدی. چون احساس میکنم این قسمتی که شما فرمودین برای اون فردی که مورد تجاوز قرار گرفته رو برنامه‌ریزی نمیشه، چون احساس میکنم باعث ناراحتی بشه برای خود تنهایی، این قسمت رو ما فعلا نداریم تو برنامه‌مون و حالا به صحبت های جناب گلستانجو گوش بکنیم. سپاس جناب شیر محمدی. ممنونم جناب افشارزاده عزیز. اول که بسیار متاسفم از شنیدن این خبر، ولی اینو باید بگم که عملا جای هیچ کس نمیتونه درک کنه اون واقعه رو که برای شخصی واقع شده که حالا بتونه بگه که آقا نه تو خیلی میتونی راحت بگذری و گذشت کنی تا این کار حالا به شکل بهتری به قولی آقای شیر محمدی در زندان اون طرف تعدیب بشه و به جامعه برگرده. این عملا اشتباه است، اصلا قابل اجرا نیست، چون انتقام یه حسیه که حس ذاتیه توی هر فرد هست و خیلی مراتب عالی میخواد که آدم بتونه از روش بگذره و اون مراتب عالی رو یک جامعه یا یک دولت یا یک حکومت میتونه داشته باشه که منی که به فرض مثلا مورد ظلم واقع میشم اینقدر اطمینان خاطر داشته باشم که اگر من میگذرم دستگاه قضاوت چنان این فرد رو به سزای عملش میرسونه که من تأمین میشم، یعنی اون حس انتقام من فروکش میده. حالا اون مجازاتی که در واقع میگم صحبتش رو کردم، نه یعنی اینکه حالا بگیم حالا اعدامش کنن که خیلی راحته طرف اعدام کردن، واقعا عملا اصلا من اگر ظلم بهم شده باشه اون طرف رو اعدام بکنن چیزی برای من نداره، من اصلا من آرام نمیشم، چون اون راحت شده رفته پی کارش، اصلا هم هیچ مشکلی هم خیلی هم باید براش جشن بگیریم که ادامه شده چه رفته، ولی این باید زنده بمونه و حالا اگر امکان اصلاحش باشه با اون روش هایی که جناب شیر محمدی عنوان کردن اصلاح بشه، خب خدا رو شد، ولی من باید این اطمینان رو داشته باشم به عنوان فردی که مورد ظلم قرار گرفته شدم که از طریق قوه قضاییه اون فرد به سزای عملی که کرده برسه و بقیه درس عبرت گرفته باشن از اینکه دیگه این عمل تکرار نشه. حالا نه این عمل، هر عمل دیگه، هر عملی که باعث حکم اعدام در واقع میشه باید جوری تعدیب بشه اون فرد که عملا جای تکرار رو برای دیگر افراد ببنده و منی که مورد ظلم قرار گرفتم رو بتونه اون حس انتقام ازم بگیره که من هم آرام باشم و آرامش هم بتونم حفظ کنم و دوباره به خود قبلیم برگردم. من مایک آزاد. سپاسگزارم جناب گلستان جون. آقای شیر محمدی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خیلی ممنون. من کوتاه بگم جناب گلستان جون، این چیزی که تو دیگه ندارم. جناب شیر محمدی اگه صحبتی داریم بفرمایید. بله، من فکر کنم صدام هست تو جلسه. من فقط کوتاه بگم جناب گلستان جو که امری که شما میفرمایین کاملا درسته، اما من بررسی میکردم قانونی در ایران هستش، یعنی اسم ازش برده شده ولی خب اجرای زیادی روش نشده، تفکر روش نشده و حقوقدان‌ها رو ساکت کردن در این رابطه، به نام مجازات های تأمینی و تربیتی.
در امریکا در یک دوره‌ای در افرادی که جرائم خشن انجام دادن که منجر میشد به اعدام، اومدن با قوانین تامینی و تربیتی سخت اینا رو به مجازات خودشون رسوندن، قبل از این واقعه که حالا امروز داریم میبینیم اینقدر پیشرفته شده و تیم و اینا میاد. به عنوان مثال در امریکای قدیم میومدن اینا رو جمع میکردن میبردن توی راهسازی و دست اینا بیلو کلنگ دادن که اینا مثلا این راه‌ها رو درست کنن، در کارهای سخت در معدن بهشون میدادن، توی جاده و اینا مثلا اینا بکنن کوه و اینا رو درست بکنن. و این چنین قوانین تامین تربیتی که اون زمان انجام میشد، الان ما میتونیم اینا رو در واقع حالا آپدیتش بکنیم به نوعهای دیگه برای افرادی که چنین مجازاتهایی در نظر گرفته میشه براشون، رو با در واقع مجازاتهای تامین تربیتی جایگزین بکنیم. ممنون. سپاس جناب آقای محمدی. تشکر می‌کنم از تمام همکارانی که در این بحث مشارکت داشتن. خب به سراغ بخش آخر جلسه بحث آزاد میریم با موضوع فقر، حق امنیت کار. در کشور ما امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکلیابی سه ذیل اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می‌دهد و تأثیر این سه ذیل بر یکدیگر اینجوریه که چون بحث معیشت در قشر کارگری لحاظ نشده، دیگه اون امکان چانه‌زنی بر سر وجود اون امنیت شغلی و کارگری از سوی اون فرد، اون جامعه، اون سندیکا شکل نمیگیره. از طرف دیگه چون امنیت شغلی برای کارگران تامین نمیشه، مطمئناً معیشت این افراد نیز مورد تهدید قرار میگیره. وقتی معیشت و امنیت تامین نباشه، کارگر فرصتی برای تشکلیابی نداره. چون وقتی که یه تشکل و یه سندیکای قوی داشته باشی، میتونی بر سر امنیت و معیشت خودت چونه زنی کنی و حقوق مادی و معنوی خودت رو در دو مؤلفه جداگونه مطالبه کنی. بنابراین تا زمانی که مشکل کارگران در قالب فقط و فقط این سه مثلث باقی باشه، سایر مشکلات کارگری از قبیل آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار، همه این موارد در معرض آسیب قرار می‌گیرند. حالا سوال اصلی اینه: به چه دلیل در کشور ما قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد یا قراردادهای سفید امضا باعث ناامنی شغلی در جامعه میشه؟ دقیقاً چرا؟ چون مگه غیر از اینه که نیمی از جمعیت کشور ما متعلق به جامعه‌ایه که همواره در طول سالیان دراز با مشکلات و چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنه و عملاً اون پروسه فقر وجود داره. چون اگه پروسه فقر وجود نداشت، این مشکلات و اون امنیت شغلی این افراد، این قشر از جامعه، هیچ وقت براش مشکل ساز نمیشد. از دوستان و همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت بودید میتونید در بحث ما مشارکت داشته باشید. بله، صحبت های آقای احمدی خان ما در اختیار شماست، بفرمایید. وقت همگی بخیر. ببین، بحثتون یه بحثیه که نمیشه گفت فرق باعث ناامنی شغلی میشه یا ناامنی شغلی باعث فرق میشه. چون که وقتی ناامنی شغلی باشه، خب طرف نمیتونه صورت حسابش رو به اونجا پرداخت کنه و خب باعث فرق میشه. و وقتی فرد فقیره، اونم باعث ناامنی شغلی میشه. چرا؟ چون که فرد نمیتونه تمرکز کنه رو کارش، نمیتونه پیشرفت شغلی بکنه، چون که امکانش رو نداره، تمرکزش رو نداره، علاقه مندیشو به شغل دست میده و بهره وریش میاد پایین، قاعدتا ناامنی شغلی ازش ایجاد میشه. یه بحثه که تو هم مثل بحث مرغ و تخم مرغ، اول مرغ یا اول تخم مرغ،
خیلی پیچیده است. و یه قسمتش برمیاد خب به حکومت که قاعدتا بنگاه بیشتر حکومتی و افراد حکومت هن. یعنی حکومتی دولتیه، خب قاعدتا اینا نمیان حمایت کنن مردم. هم ناامنی شغلی از سمت حکومت میاد، هم فقره. خب جایی که فرد مشکل داره، توانمندیش کمه، حکومت نمیاد سرمایه گذاری کنه فرد رو توانا کنه یا علمش رو بروز کنه. فرد ممکنه یه تجربه شغلی داره که الان دیگه دور زمانش گذشته یا احتیاج به بازآموزی داره، اونجا حمایت نمیکنه. یا اگه فرد مثلا یه مشکل مالی میخوره، یه شغل مشکل جسمی میخوره، هیچ حمایتی ازش نمیشه. یه قسمتشه. یه قسمتش اینه که یه مقدار ما فقر فرهنگی هم داریم، چون که طرف اگه مشکل داره بهتره که سعی کنه بنظر آموزش ببینه و خودشو بهتر کنه، یعنی درآمدش بیشتر کنه یا بتونه در جاهای دیگه صنعت یا حالا خدمات فعال شه. اینم یه قسمت دیگه شه. و اینی که در کل میشه گفت به قول معروف میگن حکومت مثلا اون شطور است که بهش گفتن چرا ببخشید شاشت پس گفت کجا استاف که شاش کردن داشت ادرا کردن. حکومت همه جاش کجه، یعنی هر زاویه مملکت و مردم رو نگاه میکنی یه جاش میخوره به اینم. حالا ایشالله که درست ما امیدواریم. متشکر، ممنون. سپاس از شما. جناب گلستان جو مارک در اختیار شما هست، بفرمایید. ممنونم از شما. خدمت شما که عرض شود، همینطور که جناب احمد خواه صحبت کردن، فقر و عدم امنیت شغلی در واقع یه دوتا قطبن که در کنار هم دیگن، هر کدومشون باعث اون یکی میشه. ولی چیزی که مهمه، باز جناب احمدی ها اشاره کردن که بعضی وقتا خود فقر فرهنگی با یه گزینه است برای اینکه خب فقر ایجاد بشه. بله درسته، ولی اون فقر فرهنگی رو چطوری کی باعثشه؟ همه اینا رو که نگاه میکنیم عمده مسئولیت بود به سمت، یعنی پیکانش به سمت دولت برمیگرده. الان توی معاهده ها، کنوانسیون ها، اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاد خیلی خوبی گفته شده، ولی اونجایی که قوه اجرایی پشتش نیست من اصلا در اون رابطه صحبت نمی کنم. در ابتدای صحبتان یکی از مفاد قانون اساسی رو گفتم، اصل سوم بند 12 که گفته بود که دولت موظفه که اقتصاد رو جوری بر پای ریزی بکنه که باعث بشه ایجاد رفاه و رفع فقر در تمام سطوح جامعه خودش رو نشون بده. خب اگر دولت بتونه درست به وظیفه خودش عمل بکنه، عملا هم اون فقر فرهنگی رو ریشه کن کردیم، چون یکی دیگه از وظایف دولت برگزاری اون پروسه آموزشی هست در کشور که اگر اون درست اجرا بشه عملا فقر فرهنگی به کنار میره، اون افرادی که در حال آموزش هستن مستعد بالا میان و کارآمد هستن و عملا فرد بی سوادی وجود نداره، ولو اینکه کارگر هم بخوای باشی کارگر با سواد هستی. پس عملا اون فقر فرهنگی میره کنار، میاد تو قسمت بعدی بگیم والا اون بخش اقتصادی رو در نظر بگیریم که اگر دولت درست برنامه ریزی بکنه هر فردی که حالا در هر مقطعی از تحصیلات بره بیرون، گذشته از اون نوع تحصیلی کرده که میتونه در بخش‌های اداری باشه یا در بخش‌های حرفه‌ای، عملاً به دلیل درست رفتار عمل کردن دولت هر گزینه‌ای وجود داره برای فردی که بتونه شغلی رو انتخاب بکنه و زندگیش رو به راحتی بگذرونه. ولی متأسفانه تو کشور ما از اونجایی که دولت وظیفه خودش درست انجام نمیده و اینکه عملاً نمیخواد که بده، عملاً ثابت کرده که دولت نمیخواد مردم آرامش رو داشته باشن، عملاً نمیخواد طبق قوانینی که خودش وضع کرده عمل بکنه، وگرنه این همه مدرسه، این همه دانش آموز بدون مدرسه وجود نداره، این همه
عدم امکانات تحصیلی بیداد نمیکنه، این همه بیکاری بیداد نمیکنه، یه برنامه ریزی آدم خودشو میخواد. یعنی حالا اگه بگیم یه برنامه نویس کامپیوتر رو در نظر بگیریم، یه برنامه نویس وقتی یه برنامه رو وقتی شما میتونی باش عملا کار بکنی که یه برنامه ریزی درست رو، یه برنامه درستی رو اون متخصص کامپیوتر برنامه نویس اجرا کرده باشه تا من بتونم با اون برنامه فعالیتی که میخوام انجام بدم. این یه موضوع ساده است، در بخش کلانش میشه برای کشور. وقتی یک کشور مسئولینش آدمای کارآمد باشن، نه یه مش آدم، حالا نمیگم بی سواد، سوادی دارن در رابطه با مسائل دیگه، بجز سیاست، بجز اقتصاد، بجز دولت حکومت داری. وقتی افراد مسئول این تیپی میشن، نتیجهش میشه این وضعی که نه تنها کارگر، کارمند یا هر قشر دیگه باعث این گرفتاری ها داره. من مایک آزاد بکنم در خدمت دوستان. سپاسگزارم جناب گلستان جو. آقای شایگان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. درود مجدد و سپاس از اینکه باز هم به من وقت دادید. در مورد قوانینی که آقای گلستانجو گفتن، ببینید قانون اساسی که تو جمهوری اسلامی و ایران وجود داره نوشته شده مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیست. این یک قانون اساسی که یک سری اون موقع به اصطلاح روشن فکرای اون موقع اومدن قانون اساسی رو، فقط جمهوری اسلامی اومده یه اسلام به ته همشون اضافه کرده و همون حکمای بدوی که تو صدر اسلام استفاده می شده همونا رو اجرا و اصلا پس ما نمیتونیم استناد کنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی، چون اصلا اعتقادی بهش ندارن سران جمهوری اسلامی. شما حساب کنید برای یه ذره تار موی دختر اینا این بلا رو سر مهسا امینی و دیگر دختران کشورمون دارن میارن. خب این کجای دنیا همچین چیزی وجود داره؟ اصلا بدوی ترین حالت ممکن، یعنی عصر سنگ هم فکر میکنم به این شکل نبوده. و شما از این جور جماعت انتظار قانون دارین، پایبندی به قانون دارین یا خیلی مسائل دیگه. شما فرمودین که نمیدونم افرادی هستن که تو مسائل دیگه سررشته دارن، تو اومدن تو حوزه‌های اقتصاد. اصلا شما در نظر بگیرید، من عیناً مثال میزنم، محسن رضایی میرقایب، ایشون توی کاندیداتوری ریاست جمهوری دوره فکر کنم دهم یا نهم بود، من رزومه‌شو خوندم با مدرک تحصیلی سیکل، یک هو ایشون شده دکترای اقتصاد. از کجا آورده این دکترای اقتصاد رو؟ همیشه هم تو این کاندیدای همه دوره‌ها بوده دیگه، یه دونه 1000 تومانی دستش میگیره، میگه که من همه رو میخوام برگردم به این حالت. خب شما از این جور جماعت چه انتظاری دارین؟ انتظار قانون دارین؟ انتظار رفع فقر دارین؟ انتظار چی دارین؟ هیچ. ممنونم. سپاسگزارم از شما. جناب احمدی خان درباره حق داشتن شغل صحبت کردن، من میخوام یه کوتاه مختصر درباره موضوع صحبت کنم. بفر این حق داشتن شغل، خب یکی از مهمترین حقوق انسانه که حالا ما طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره بکنم. یعنی انسان حق داره که اشتغال داره، کار داشته باشه، حق داره شغل خودش رو به صورت آزادانه انتخاب کنه و حقوق کار به نحو عادلانه در رابطه با اون فرد اجرا بشه. بر اساس اصل 28 قانون اساسی، هر کسی حق داره شغلی رو که بدون مایله و در قانون اساسی ایران و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست انتخاب. از اون طرف حالا دولت موظف به چیه؟ دولت موظف به اینه که با رعایت نیاز جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار رو فراهم کنه. همچنین ماده 6 قانون کار نیست به عنوان یکی دیگر از مبانی حق و اصل آزادی شغل و کار در این زمینه بیان کرده که بر اساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصل 19 اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران ممنوع. خب از
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حالا اونو داریم، حالا در قانون اساسی ایران یه نفر حق داره که یه کاری که حالا با روحیش جور در میاد میتونه انجام بده انتخاب کنه و اون کارو به نحو احسن انجام بده. از اون طرف حکومت باید حمایت کنه. یکی از قسمت‌هایی که حکومت باید رعایت کنه اون حقوقه، اون مزایاست. و ما فقط یه نگاه خیلی ساده بکنیم به تعداد بالای لیسانس‌های بیکار ما. یه جلسه کمیته جوان دانشجو بود، آمار دادن 13% از رانندگان اسنپ لیسانس دارن. خب اون فرد وظیفه‌شو انجام داده، درسشو خونده، مدرکشو گرفته، پایان‌نامه‌اش دفاع کرده. الان بعد اون حکومت و دولت اون موقعیت شغلی در راستای اینکه اون هدفی که اون فرد داره رو فراهم کنه. آیا فراهم کرده؟ جوابش خیلی ساده است. و اگه بخوای اعتراض بکنی، یک کلمه ترسناک وجود داره به اسم اخراج. اخراج چی؟ اون پولی که باید بهت میدادی هم نمیدیم. وقتی که یه نفر اخراج میشه، اون موضوع بحث آزاد اون چیه؟ فقر، امنیت شغلی. وقتی کار نداشته باشی درآمد نداره. وقتی این نداشتن درآمد طولانی بشه، مطمئنا منجر به فقر میشه. اونم در شرایطی که مشکلات اقتصادی و معیشتی هر روز فشارش بیشتر میشه و وقتی که کارگران در اون قشر ضعیف وجود دارن و دارن کار میکنن، خب مسائل برای اونا پیچیده‌تر میشه. چون اخراج باعث میشه که اون شغل رو دیگه نمیتونه ادامه بده. و مهمتر اینه که برای اخراج یک فرد اراده کارگر هیچ اهمیتی نداره. یک نفر دیگه تصمیم میگیره. یه تصمیم یک جانبه. و این باعث میشه که حق امنیت شغلی، حق امنیت کار از بین بره. چون یکی از مواردی که باعث میشه حق امنیت کار از بین نره قرارداده. کارگرها با قراردادهای مختلف با کارفرما، خب اون ارتباط مزدی رو پیدا میکنن. تو قرارداد نوشته شده شما مثلا از 8 ساعت تا 10 ساعت مثلا کار میکنی، 1 ساعت استراحت داری، نهار بهت میدیم، سرویس داری، بابت این ساعت کار اینقدرم پول میگیره. ولی در ایران قراردادهای مختلف وجود داره. حالا اینو من در نظر نمیخوام وارد اون بحث بشیم که همه ما میدونیم که در شهرهای خیلی بزرگ و صنعتی ایران بسیاری از کارگرها اصلا کارگرهاشون قرارداد ندارن ولی مشغول به کارن. و در مواردی هم قرارداد وقتی امضا میشه نسخه دوم به کارگر داده نمیشه، فقط امضا میکنه میره. چون قراردادهای کار کارگران معمولا با مدت معین منعقد میشه. یعنی اگه به اون بازه زمانی برسه، کارفرما هیچ تعهدی برای ادامه همکاری با اون کارگر نداره. خب چجوری با اون امنیت کاری و شغلی بعد برای اون فرد به وجود بیاد؟ در حالی که در ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج کارگران گفته شده هرگاه کارگر در انجام وظایف مؤوله کوتاهی کنه یا آیین‌نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کنه، اون موقع اون کارفرما حق داره که با نظر مثبت شورای اسلامی مثلا اون فرد رو اخراج کنه. ولی خب میدونم این موضوع بسیار خنده داره تو ایران. شما به پسر کارفرما سلام نکنه احتمال اخراجت هست، ماشینش رو نشوری احتمال اخراجت هست. همه این موارد وجود داره. چرا؟ چون انواع مختلفی از قرارداد وجود داره و انواع مختلفی آیین‌نامه های انضباطی وجود داره و این موارد باعث میشه که این اتفاقات، این شرایط لازم و اجرا بشه. یعنی هر آیین‌نامه‌ای که در داخل یک کارگاه نوشته میشه و امضا میشه، این نمیتونه یک ملاکی باشه که حق امنیت کار فراهم بشه. چون اون کارگری که اون قرارداد رو میبنده، اگه کارش رو از دست بده، مستقیما وارد پروسه ای میشه که نتیجهش میشه فقر و نبود امنیت کاری و نبود قرارداد دائمی. و
این مواردیه که باعث میشه که حقوق کار در امنیت شغلی و جایگاه اونا در حقوق کار از بین بره. و اینجاست که حقوق کار با فلسفه حمایت از طبقه کار و کارگر، برای چی؟ برای زدودن فقر، برای نابودی فقر وارد میشه. و چه پیشنهادی کرده؟ پیشنهاد کرده که دولت دخالت کنه در جهت ایجاد تعادل برای از بین بردن نابرابری ها. پیشنهادش اینه دولت وارد بشه که این نابرابری ها از بین بره. خب در حالی که خود دولت این نابرابری ها رو به وجود آورده، خود دولت این امنیت، نبود امنیت کار رو رقم میزنه. و وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم هیچ گام مثبتی برای اون امنیت شغلی اصلا وجود نداره، اصلا پیشبینی نشده هیچی. لذا ماهیت حمایتی بودن قانون کار ایجاب میکنه که ما برای امنیت شغلی کارگران حداقل هایی رو مشخص کنه و تجاوز به اونها، حالا به اون حقوق بنیادی و اساسی منظورمه، و اونها رو منع کنه. و به خاطر همین اهمیت زیاد این حق امنیت کاری در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجونده شده و در نظر گرفته شده. ما در سازمان بین المللی کار ILO داریم، تمام این موارد ذکر شده و در بعض از این موارد ایران هم اون موارد رو قبول کرده، ولی موضوع اصلی اینه که خودش رو مکلف نمیدونه که بخواد امنیت شغلی رو فراهم کنه. و یک آمار بسیار وحشتناک، 96% از قراردادهای کاری در ایران موقت هم، 96%. این نماینده حوزه کارگری اعلام کرده، در حالی که ماده 7 قانون کار میگه که نمیتونیم این آمار رو داشته باشیم. چون ماده 7 قانون اداره کار مهمترین ماده قانونیه که به قرارداد کار اشاره کاملا مستقیم کرده. یعنی نوشته شده که قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت پول کاری رو برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما باید انجام بده. همکاران گرامی، اگر مایل به صحبت هستین ممنون میشه مشارکت داشته باشید که بحث آزاد ما شبیه سخنرانی نباشه. خب ماده 7 که من اشاره کردم دو تبصره داره، خیلی ماده مهمیه چون مستقیما به امنیت شغلی، امنیت حق امنیت کار داره اشاره میکنه. دو تبصره گذاشته که رعایت این تبصره ها باعث میشه که اون فرد امنیت کاری داشته باشه. برای همینه که کارگاه ها از این تبصره استفاده نمی کنن و برگ دوم قرارداد رو به کارگر نمیدن، چون دادن اون برگ دوم اونا رو مستلزم میکنه که باید سنوات بدن، باید بیمه بدن، باید حقوق اون سقفی که معین شده رو پرداخت کنن و به آیین نامه توجهی ندارن. ولی باید بدونیم که اهمیت این آیین نامه از اون جهته که کارگران در ماهای پایانی سال بزرگترین نگرانی رو دارن، آیا من در سال جدید دوباره سر این کار هستم یا باید دنبال کار بگردم. و اون حق امنیت کار کلن حذف میشه. ما نماینده کارگران در شورای عالی یه مطلبی رو داشت، میگفت ماده 7 قانون کار، خب ما همه میدونیم که مهمترین ماده قانونیه، ولی به واسطه تفسیر غلط و اشتباهی که از این ماده شده رسما امنیت شغلی کارگران از بین رفته و اداره کار، مثلا اداره اون وزارت کار وظیفه‌اش چیه؟ زیر مجموعش وظیفه‌اش ایجاد شغل، پا
پشتیبانی، ایجاد حق امنیت کار، یک شغل ایمن، اصلا کلا اینا از بین رفته. اون پروسه که خیلی اهمیت داره که پروسه حمایتی قانون کاره کلا اون خاصیت خودش رو از دست داده و میدونیم که در سال گذشته شکایت کردن بابت این ماده شماره 7 که امنیت کاری کلا دیگه درش ذکر نشده، کار به دیوان عدالت کشید و این دیوان یه دادنامه داد شماره 175 و روی این بخشنامه وزارت کار چیکار کرد؟ صحیح گذاشت و تایید کرد که در کار با ماهیت دائم همیشه قرارداد موقت است. در حالی که اون کاری که اون وزارت خانه میکنه باید حمایت از اون کارگر باشه که دچار فقر نشه به خاطر نبود امنیت کار، ولی میبینیم که همچین اتفاقی نمیفته و اون تفسیر حقوقی و اون استفاده از مفهوم مخالف صورت گرفته و باید بدونیم که این تفسیر اشتباه است. جناب آقای احمدی خان، ما در اختیار شماست، بفرمایید. ببینید، متاسفانه همه چیز در قوانین جمهوری اسلامی قوانینی که به تفسیر گذاشته، یعنی هیچی واضح نیست که هر جایی که لازم شد بشه ازش سوء استفاده کرد یا یه چیز جدیدی از توش در. شما میگین مثلا قرارداد قسمت دومش به کارگره، اصلا چرا نباید قانونگذار اینو بگه یا الزام داره؟ وقتی میگه الزام داره که قرارداد با کارگر بره، چرا نباید بگه الزام داره مثلا این قرارداد تو اداره کار ثبت شه که حالا اصلا دست کارگر هم نیست، دست شخص سومی به نام وزارت کار باشه؟ اینا همش میگم همون حرفی که خودم زدم، البته نه که بگم حالا من گفتم چیز مهمی از طرف من، نه، منظور اینه که چون که خودشون عمدتا ذی‌نفعن، خیلی عدالت میخواد من ذی‌نفع باشم، قرارداد جوری بشه که منصفانه باشه، این خیلی بده. تو قرارداد همیشه میگم، میگن اگه میخوای یه چیزی رو بنویسی تقسیم کنی، عادلانه ترین حالتش میدونین چجوره؟ به این صورت که من میگم مثلا دو نفرن، مثلا شما آیه گلستانجو هستن با جناب علی آقای افشارزاده، مثلا میخوام یه چیزی بین شما تقسیم کنم، به من میگن احسان تو مثلا نظر چی؟ میگم مثلا آقای گلستانجو یا آقای افشارزاده، حالا هر کنون چیز سلام میدن، اون مالو قیمت بذاره، اون یکی نفر دوم بیاد ببینه مثلا اگه گرون باشه خب نمیخره، ارزون قیمت گذاشته چون که مال من، متوجه منظورم؟ به خاطر این عدالت پیدا کردن تو این که وقتی من خودم میخوام قرارداد بنویسم و هم خودم ذی‌نفعم، خیلی دیگه این مثلا نادره، آدم ها همیشه سعی میکنن منافع خودشون. مشکل این که حکومت خودش خیلی بیش از حد کارفرماه، حکومت و افراد حکومت، این تقریبا بچلونی 20% تجارت ها نیستن که خالص بشه، منهای افراد حکومت بشه، به خاطر این خیلی آلوده است. یعنی اینی که دولت بعد از کارفرمایی دست بکشه لازمه و اقتصاد پاک میشه، یعنی ما اقتصاد پاکی نداریم که حکومت خیلی توش دخالت بشه، چون همه حکومت های کمونیستی که مشکل خوردن و منجر به فروپاشی شد یا مشکل ساز شد این بود که حکومت خیلی دخالت میکرد تو اقتصاد و هر جایی هم که یه مدار اقتصاد بهتر شد، شفاف شد، رقابتی شد، دولت اومد جایگاه اصلیش، یعنی اومد نظارتی، نه که بیاد سرمایه گذاری کنه ذی‌نفع باشه، تا اقتصاد ها اقتصاد های آزاد نشه و دولت ناظر نباشه و من بر افرادی که دارن تو اقتصاد فعالیت میکنن، همین مشکل داری همیشه و همیشه همین بوده، حالا چه ایران چه هر جا، که اگه خودشون ذی‌نفع باشن قاعدتا قانونی نمیذاره که ذی‌نفع باشه. متشکرم. سپاس از شما جناب آقای احمدی خواب. دقیقا موضوع همینه، اون نبود اقتصاد پاک و دخالت بیش از حد حکومت، چون بی نهایت کارفرماست، یعنی در هر مواردی که وارد میشه و حکومت میخواد کار کنه می‌بینیم که رد پاش وجود داره. البته نمیتونیم بگیم این برای حکومت ما هم مال 100 سال گذشته هم نگاه کنیم، می‌بینیم که اون تلاش 100 ساله بوده برای مهارت قدرت بی‌مهارش، حالا مشروطه کردن پادشاهی از اون موقع بخوایم بیایم تا الان، و این دخالت و اون که
تو هر جایی که نگاه میکنی حکومت وجود داره و همون مثال زیبایی که شما زدین، تفسیر شخصی. یعنی وقتی که میگم مثال به دادگاه رفته بودن پارسال برای عدالت، برای کارگری، یه تفسیری کرده بود ماده شماره ماده 7 کاملا واضحه، به زبان فارسی نوشته شده، واضحه دیگه، یک خط و نیم دیگه تفسیر نیاز نداره. از همون یک خط و نیم 7-8 برگ آچار اینا تفسیر کردن که نتیجه شده چی؟ کارفرما هیچ اجباری نداره که قرارداد ثابت ببنده، با قرارداد موقت هم میتونه کار کنه، و این همون تفسیر شخصی و اون برداشت شخصی بوده. من جمع‌بندی رو میخوام انجام بدم، میخوام بگم که اگر زیرساخت‌های شغلی و چرخی تولید اقتصادی کشور و رونق تولید را حالا ما برای اون به کمک کارگر و کارفرما فراهم نکنیم، ما نمیتونیم امنیت شغلی داشته باشیم و این امنیت شغلی رو برای سایر جامعه فراهم کنیم. البته فراهم کردنشون به صورت کاملا شایسته. بنابراین اول باید زمینه های پویای کار و ایجاد شغل رو تامین کنیم، بعد شرایطی فراهم کنیم که کارفرما طبق قانون بدون تفسیر پایبند باشه و در سایه اون باشه که حق امنیت کار به وجود بیاد، حق امنیت شغلی به وجود بیاد و کارگر این استرس رو نداشته باشه که الان سال داره تموم میشه و قرارداد من تمدید میشه یا خیر. خب به پایان جلسه رسیدیم. من تشکر میکنم از خانم فرشیده پورآذران منشی جلسه، جناب آقای احسان احمدی خواه و خانم پریا تراوی ضبط صدا و تدوین، ادمین ها آقای احسان احمدی خواه، جناب آقای محمد گلستانجو و خانم مهناز تراوی. خسته نباشید میگم خدمت همه شما خوبان، شب خوبی داشته باشید.